حالا قراره که در یه حالت کارگاه مانندی داشته باشن که با هم صحبت کنیم راجع به چیزهای مختلفی که هستن و فکر کنم میکنم که احتیاج معرفی ندارم. خودشون دفعه پیش معرفی نصف و نیمه ای که ما کردیم و خودشون خیلی خوب شاید بهتر از هر کسی معرفی کردن خودشون رو که خودشون ژورنالیست معرفی کردن و فکر میکنم معرفی واقعا درخوری اون چیزی که خودشون معرفی کردن خودشون. حالا من ازشون درخواست میکنم که بیان روی در حالا یا هر جایی که راحت تر روی صندلی فکر کنم. حالا اول شروع کنیم ببینیم که صدا میرسه یا نه، اگه هم نرسید حالا یه جور دیگه این هندل میکنه وضعیت. دستشون درد نکنه. درستم این صدای من آیست دست نرسه به شما. فرض کنیم که در جلسه قبل بودین همه، یعنی یا اکثریت، چند نفر توی جلسه قبل بودن؟ برم بپرسم از شما که چند نفر از شما فیلم دریمرز برتولوچی رو دیدین؟ این فیلم برتولوچی درباره سه تا شخصیتی بود که در 1968 یعنی در جریان شورش دانشجوی معروف فرانسه در می اون سال به هم برخوردن. یه دو قلو، دختر پسری که پدرشون استاد دانشگاه و شاعر فرانسوی بود و یه جوان آمریکایی که به تصادف با اینا برخورد و وسط هم درگیری خیابانی و درست مصادف با موقعی بودش که به تعبیر برتولوچی، البته برتولوچی نزدیک کتابی برداشته، کتاب معروفی است، قدیسان بیگناه. به هر حال این کتاب به نظر من خیلی تکون دهنده بود از جهت اینکه و اون فیلم از جهت اینکه نشون میداد که در یه زمانی چطور رویاهای جامعه موجد حرکت میشه. این چطور یه سری دانشجو بر سر اینکه رئیس سینماتک دانشگاه پاریس کی باشه شروع کردن به اعتراض کردن. 15 روز بعد تمام دانشجوها فرانسه بودن و 17 روز بعد کل پاریس بود و سرانجام یه آدمی به گندگی جنرال دوگل رو ساقط کردن، قهر کردن. حادثه مهم تاریخ معاصر فرانسه شوخی اتفاق افتاد و بر اساس تعبیر برتولوچی بر اساس دریم شد، خیال بافی شد. این همونطور که توی جلسه قبل گفتم چرا اتفاق میفته، به خاطر اینکه عالم ها بین ریالیتیشون، بین واقعیت و تصوری که از واقعیت وجود داره فاصله است، فاصله گاهی بعیدی هست. پریروز توی استنفورد وقتی که چند تا از شعرهایی رو خوندم که در سال 57 در فاصله سال 46 تا 52-53 سروده شده بود، بعدن دکتر میلانی من گفتش که تکون خوردم از فکر این که در اون شرایط و در اون شرایط که به هر حال یکی از بهترین دوره های تاریخ ایران بود دیگه، در اون شرایط از نظر اقتصادی از نظر اجتماعی و از بقیه قضیه در اون شرایط یه همچین شعرهایی گفته شده، یعنی همچین فضایی از جامعه بیرون اومده و یه همچین تصوری تو ذهن آدم ها وجود داشته که مثلا یه شاعری بگه که هیچ امیدی به برآمدن فریدون نیست، کاش که اسکندری پیدا شد. یعنی این تصوری که آدم فکر کنه الان اگه مردم سوریه دارن عجیب نیست، در حالی که اون موقع در اون شرایط در واقعیت مردم ایران توی همچین شرایطی نبودن، ولی ذهنیتشون توی این شرایط ذهن میکرد. این که ریالیتی فاصله پیدا میکنه با پریزم، یعنی با تصوری که از ریالیتی وجود داره، یه جریان جهانی است، جریان تاریخی است. اگه ویل دورانت رو
خونده باشید یا کتاب خانم استکمن رو، اونجا تاریخ بیخردی رو، اونجا کاملا مشهود میشه که حرکت‌های اجتماعی، حرکت‌هایی که به عنوان وقایع بزرگ تاریخ صورت گرفته، از ماجرای بلایی که سر دموکراسی بودن در روم تا این اواخر تا جنگ جهانی دوم، بسیاری از این حوادث از طریق پیشبینی عاقلانه و متکی بر واقعیت صورت نگرفته الزاماً، بلکه مهم این بوده است که توده یا اکثریتی از توده در یه زمان خاص تصورشون از جامعه، از خودشون، از آزادی چی بوده. فقط اینه، یعنی باور نکردنی که مثلا فرض کنید که شما تو جلسات سوره جلسات شورای اقتصاد میخونید که شاه این گرایه رو مطرح میکرده، خب ما هم میشنیدیم البته از این اون، که میگفته چرا اینقدر آهنگا و ترانه هایی که میخونن غم انگیزه و چرا ترانه های شاد نیست. سوال خب مهم بوده، ولی هر کاری میکرده نمیشد. یه بار جوابش رو گوگوش داده بود به خود شخص شاه توی تولد ولیعهد و گفته بود که خب نمیخوان، خب یعنی مردم نمیخرن صفحاتی رو که آهنگای شاد هست، نمیخرن. برای این آهنگای میخرن که اینطوریه و همجد مثلا در جشن تولد ولیعهد هم همین آواز غمگین خونده شد بس برس سادت. چرا یه همچین فضایی وجود داره؟ در حالی که الان تصوری که الان ما درباره اون دوران داریم تصور اینطوری نیست، تصور سیاه به انقدر که شاعر دست به دامن خداشه که اسکندری، یعنی شعرش اجازه نمیده بگردن لابد میگفته مغول. این که آدم طلب مغول یا اسکندر بکنه یعنی این که حتی حاضره که کشور اشغال خارجی بشه، یعنی اینقدر فضا رو سخت میبینه که چرا این اتفاق میفته. این موضوع مهمیست. تقریبا اگه قرار بشه که از بین 4-5 عاملی که معمولا در اینجور مواقع مشترک بین جوامع بخوایم بگردیم یک دوزش رو پیدا کنیم، یکی از اصلی ترینشون موقعی است که جامعه بیخبر میشه، یا داوطلبانه بیخبر میشه یا دستگاه حکومت جامعه رو بیخبر نگه میداره، فرق نمیکنه. پس در حالتی که جامعه بیخبر میشه، به قول برتولوچی دریمرز میشه، و وقتی که دچار دریم شد وقت میشه همه جا بره، میتونه بره به یه سمتی که یه موجود یک انقلابی بشه مثبت، یه انقلاب دموکراتیک، میتونه مثل وضعیتی که برای ایران پیش اومد تبدیل بشه به وضعیت بدتری. به هر حال کسی این سیل رو نمیتونه کنترل کنه، یعنی وقتی که اون سیل مبتنی بر بیخبری جامعه شکل میگیره، تا الان هیچ نیروی پیدا نشده که بتونه اونو کنترلش کنه. به زبان دیگه، کشورهای دموکراتیک دنیا یکی از دلایل این که از آزادی بیان محافظت میکنن با همه سختی هایی که برشون داره، یعنی اینطوری فکر نکنیم که مثلا فرض کنیم که آقای کامرون در انگلیس یا آقای اولاند در فرانسه یا حتی اوباما در یا سناتورها صاحبان قدرت خیلی خوشحالن بابت اینکه آزادی بیان وجود داره، اینطوری نیستش. خب این اونا هم خیلی ناراحتن که هر کار خصوصی که میکنن بالاخره خبرنگاری میتونه بره دومشون رو بگیره بیاره مطرح کنه، مثلا گفته بود که دیروز پیروز شده با این آنر NBA اینجا. اما چرا میکنن این کارو؟ به خاطر اینکه اینا متوجهن که اون فاصله ای که بین واقعیت و تصور از واقعیت وجود داره، اگه اینو با آزادی بیان پرش نکنن و این باز چه معلوم نیست چه اتفاق میفته، یعنی ممکنه یه بنیان کل سیستم رو به حرکت در بیاره. این در فهم دموکراسی ها وجود داره، به این جهت جلوشو میگیره. خب آیا سوال، آیا این حرفی که عرض میکنم نشونه اهمیت رسانه است؟ یعنی میدیومی که انقدر اهمیت داره، یا بر اساس اون مثلثی که ما از بچگی بهمون درس دادن
که پیام هست و پیامگیر هست و پیام فرستنده پیام گیرنده پیام سه جز این اصالت داشت. یعنی از اولی که بشر شروع کرد با هم دیگه مرتبط شدن این مثلث بود، یعنی پیامی وجود داشت که فرستنده وجود داشت گیرنده. بعدن در طول زمان، یعنی شاید بشه گفت صدها سال این ستا بود، چه موقعی که چراغ روشن میکردن به رو به رو، مثلا شمعی روشن میکردن یا آتش روشن میکردن برای اون بر پیغام میفرستادن، یا موقعی که نوک کوه دیدیم توی فیلم های وسترن نوک کوه مثلا میرفتن دود هوا میکردن اون خبر میدادن که دشمن حمله کرده یا سیل اومده هرچی، یا کشتی حتی شمع های هدایت شونده که اولی چیز نشانه های لوگو های ارتباطی است. چه این آخر سر به حال تا موقعی که گوتنبرگ وارد صحنه نشد و عصر گوتنبرگ آغاز نشد، حتی اینکه خط پیدا شده بود سالها باز اتفاقی نیفتاده بود، باز کمکی نمیکرد، چون خط پیدا شده بود ولی لوح بود، سنگ نوشته بود، مثلا همه جایی که دیدین لوحهایی که وجود داره، یا مثلا مثل دور و بر اصفهان دیده باشید اونجا قوانین شاه عباس رو رو سنگ کردن، برای این اطراف یه جایی وجود داره. اینا همشون باز هنوز تو مثلث میگذشت، یه پیامی فرستاده میشد، یه گیرنده پیام وجود داشت و یه فرستنده، و اتفاق نیفتاد تا موقعی که گوتنبرگ وارد شد و صنعت چاپ درست شد، تکثیر شد. وقتی تکثیر شد، حالا اگه نمونه های جهانی رو کوچیک کنیم، انقدر کوچیک کنیم که بشه این شهرهای وستر، یادتون میاد چه اتفاقی افتاد دیگه. وقتی این شهرها تشکیل میشد، اولین جایی که حالا شهره که مثلا وسط آریزونا درست میشد و دوره محدوده ای، اولین جایی که درست میشد یه کافه ای درست میشد، یه چند تا اتاق داشت اون بالا که مثل مسافرخونه بود، بعد بلافاصله یه بانکی درست میشد، یه شریفی درست میشد، بعد بلافاصله یه دکونی پیدا میشد که یه کسی توش بود که تو فیلم ها میدیدین که عینکی به چشمش، عینکی کلفتی به چشمش بود، پیشبندی بسته بود که هم خبرنگار بود، هم نویسنده بود، هم سردبیر بود، هم چاپچی، و در نتیجه از این ده یه برگی بیرون میمد به عنوان روزنامه که مثلا منتشر شد. آخر بردست بگم وقتی انقلاب شد، من بعد از یک دو ماه در رفتم، باعث مستحال در رفتم، رفتم به یه جزیره در یونان، گذارم افتاد در اثر حوادث مختلف. این جزیره جزیره بود که سالهای قبل ایتسکو جایی بود که زندانی ها و جنایتکار ها رو میفرستدن اونجا، تبعیدگاهی نبود، یه قلعه بزرگی داشت که زندان بود، و بعد هم منوشون زندانی ها به خصوص زندانی سیاسی میفرستدن اینجا تو جزیره. همین تو این جزیره و یه خانزاد شدیم که 150-160 نفر بیشتر جمعیت ندارد. من بعد چندی این کشیشه اصولم سر خود تو جزیره، زبانشون هم بلد نبود. بعد این کشیشه با ما رفیق شده بود، مثل همه مناطق اینطوری کشیشه خیلی سعی میکرد جذب کنه، فهمیده بودم مسیحی نیستم، این تبلیغ کنم باش رفیق شده. گفت به من که تو بی بمون اینجا، و همطوری هم خیلی زود تشخیص داد که من مثلا موقع 30 سالم تشخیص داد که یکی از خانواده ها یه دختر 26-27 ساله داره که اونم میتونه با من ازدواج کنه یا من با ازدواج کنم. یعنی شروع کرد خیال پردازی کردن به قصد من نگه داره. بعد نمیش کنم خب من ببینم چه چیکار کنم، من نه ماهیگیری بلدم نه این کاری که شما بلدین اینا. گفت من چیز مهمی دارم به تو بدم و این کمکت میکنه بمونی. گفتم باشه. یه روزی منو برد شبیه قصه های بازل میمونش منو بردش تو زیر زمین این کلیسا، و یه اتفاق هیجان انگیز در افتاد که گارسه‌های حروف چینی وجود داشت، حروف‌های سربی و گرد و خاک گرفته. گفت اینا رو می‌دن برای تمیز می‌کنن به اینا، بنابراین اینجا وسایل چاپ داریم. یه دونه ماشینی برگی پریمیتیو داشت. من خیلی واقعا خیلی دور. فقط مشکلم زبون بود، وگرنه مطمئن باشین مونده بودم اونجا روزنامه درست کردم الان. و خیلی چیز شدم، هیجان انگیز شد برام که میشه چیزی رو از صفر شروع کرد و هم نوشت و هم نوشته رو برد خودت روچینی کنی و بعد
ترتیب بدی و صبح به صورت یکی یا دو صفحه در بیاری و منتشر کنی، اخبار خود جزیره رو بدی، زیر اخبار دنیا رو هم شبا رادیو گوش کن. این خیال پردازی رو کردم، یه برنامه نوشتم برای روزنامه 4 صفحه داشته باشه اینا، ولی مشکل اونم این بود که زمانشون بود. این فضا گوتنبرگ شاید خودش هم نفهمید چیکار کرده. ببین یه ذره خوب دقت کنیم به دوران قبل از 4، انگار که دین ها هم دین نبوده ها، یعنی خوب دقت کنیم بهش. یعنی مثلا مسیحیتی که کتاب مقدس نداشته باشه یا مختصر بشه به کتاب مقدس های خطی که هر 10 کلیسا یه دونه داشته خیلی چیز نبوده. مسلمانی بدون قرآن یا قرآن های محدود خیلی خیلی حادثه مهم نیست. یکی از مهمترین اتفاقایی که در تمدن بشری افتاد خود عمل گوتنبرگ بود، یعنی که چاپ رو، تکثیر رو به وجود آورد. به این ترتیب رسانه به نحو جدیدی که ازش صحبت میکنیم از این موقع متولد شد. یعنی این چیزی که الان بهش میگیم میدیوم، این متولد بعد از گوتنبرگ. قبل از گوتنبرگ همون مثلثه بود، یعنی پیام فرستنده‌ای بود، پیام گیرنده‌ای بود، پیام. حالا این میدیومی که گوتنبرگ وارد صحنه کرد در طول زمان هی یواش یواش خودش صاحب شخصیت شد، خود میدیوم، خود این وسیله‌ای که اینو ببره اینجا بیاره. حالا به عنوان مثال رو ترسن وقتی که مشروطیت، اون روزم گفتم به طور خلاصه ازش میگذرم برای کسایی که اون هفته نبودن، وقتی مشروطیت اتفاق افتاد، اگر تلگراف قبلش اختلاف نیامده بود، بازار اختراع نشده بود، حتما مشروطیت اتفاق نمیافتاد. بخاطر اینکه تلگراف ماده بود و خط تلگراف ایران هم توسط روسا درست شده بود، توسط انگلیسا درست شده بود. انگلیسا بین سفارتخونه و سفارتخونه درست کردن، مرکزشون هم بصره بود. از مصر، بصره تا نجف فاصله وجود نداشت، بنابراین از نجف خبر میدادن به بصره، بصره میزد به تهران، تهران میگرفت، ظرف یه ساعت میرزای شیرازی فلان امر رو تکفیر کرده است یا گفته است که برید یا نرید. در نتیجه این تلگراف باعث شد یه چیزی از حکومت جلو افتاد. تا قبل از این حکومت بود که تعیین میکرد مردم چی بدونن و چقدر بدونن. خود حکومت بود که تعیین میکرد. زمان ناصرالدین‌شاه که آخرین امپراتور سنتی ایران هست، این یه آدمی داشت اعتماد سلطنه که میامد میشه براش روزنامه میخوند، در حالت اسمن روزنامه بود، یه چیزی میخوند که اون هم فرستاده شده بود از موسکو، در حقیقت از سن پترزبورگ، یه برگه‌ای بود که مثل ریدرز دایجست، خلاصه یا بریده جرائد مثلا، یه هم چیزی که سرخطای خبرها رو نشون میداد، مثل همین چیزایی که الان تو اینترنت هستش. و این سرخطا میومد اونجا مجموع میشد، این اعتماد سلطنه هر روز صبح بعد از صبحونه میرفت میشست پیش شاه و شروع کرد از روی این خوندن. مثلا میخوند که پادشاه لمسه مرده، جنگی بین فلان کس و فلان کشور و فلان کس اتفاق افتاده، اینطوری شده، اینطوری شده، او با خبر میشد. در این حالت مطلع ترین آدمی که تو ایران وجود داشت پادشاه بود، یعنی همون کسی بود که براش این ورقه خونده میشد، بقیه کاملا میخبر بود. چون این مطلع بود و بقیه خبر نداشتن، او تعیین میکرد بقیه چی رو بدونن. حتی موقعی که روزنامه تو ایران اومد، روزنامه رو دربار میداد، همین اعتماد سلطنه میداد. بنابراین موقعی که خبرها رو به شاه میگفت، شاه میگفت اینا نه، اینا نه، اینا نه، این نه، این نه، این نه، این چشم گوشون باز میشه، این نیستش، این خوب نیستش، این باشه، این نباشه. بنابراین جامعه و جامعه بشری خبرشون با هم دیگه داره تولید میشه. این اومدن تلگرافی و داستان رو به هم زد. یه مرتبه اینطوری شد که از راه دوری حضرت آیت الله شیرازی یه دونه پیام میفرسته، این پیام میاد میرسه به تهران، تکثیر میشه، فردا صبح 5000 نفر، 10000 نفر، 20000 نفر، 30000 نفر میان تو خیابون یا میرن تحصان میکنن یا هرچی با حکومت درگیر میشن. اصلا نوع دیگری حکومت، نوع دیگری حکومت داری، نوع دیگری مردم، نوع دیگری شهروندی در اثر یه تحول کوچیک تو
چه برسه به اینکه این بعد سرعتش بیشتر شد، دوره به اصطلاح مرس حرکت داد، اینو سرعت خیلی بیشتر شد. رد میشم برسم به اینکه وقتی که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، از هم به شهری که میدونید از وسط های جنگ جهانی دوم به تاریخ ماه میشه 1318، اولین رادیوی خارجی صداش رسید ایران. خب در این زمان رضا شاه 16 سال بودش که مسلط بر کار بود و مملکت آروم کرده و راه ساخته بود، حکومت رو شکل داده بود، وزارتخانه درست کرده بود، کار رو که همه کارهای غیر از آزادی بیان، همه کارهای مرتبی حکومت مدرن امروزی رو درست کرده بود، همه شد. حتی اونجاهایی که بخش خصوصی وجود نداشت یا زور بخش خصوصی نمیرسید یه الگو دولتی درست کرده بود که بعداً به سرعت بشه بخش خصوصی، فرمول خوبی بود. مثلا فرض کنید که در مورد آژانس‌های حمل و نقل یا حتی بانکداری اینا رو دولتی نمونه درست کرده بود، بعد یواش یواش داد به دست بخش خصوصی، یاد میداد انگار دوره استاج بخش خصوصی بود که بخش خصوصی هم بفهمه چی کار کنه. تقریبا همه چیز مرکز سر جاش بود، سر جاش اومده بود، شکل گرفته بود. حالا ممکنه جایی هم تندروی شده بود که اون بحثی گیست، ولی به هر حال شده بود، شکل گرفته بود. در یه همچین شرایطی یه مرتبه این رادیو وارد صحنه شد. واکنش حکومت براتون گفتم هفته پیش خیلی واکنش موسیقی بود، به طوری که یادتون موسیقی در اون زمان پاسبان ها مثلا 90% چون دیست حوال میگرد، اصولا غیر از اونایی که درجه داشتن به صلاح توی کار بودن بقیه ملزم نبود سواد داشته باشن، تأمینات به خصوص کاراگاهی به اصطلاح الزامی نبود سواد داشته باشن. به همجرد خوندید حتما تو تاریخ نظمیه نکنید که این سخنچین های دور شهرها غروب می اومدن توی قهوه خونه دم نظمیه می شستن و برای دو سه تا آدم با سواد نقل می کردن که چی دیدن تو بازار، چی شنیدن و اینا، اونها و اینا یادداشت میکردن، اینا برمی داشتن میبردن میدادن، چون وقتی باید میدادن تأمینات اونجا دستمزدشون رو روزانه میگرفتن، بنابراین اینو میبردن میدادن اونجا و دستمزدشون گرفته میشد. خب حالا در حالی که شما آجداران به قول اون موقع سواد نداشتن اکثریتشون، دستور درگاهی این شد که رئیس نظمیه، این شد که کارخونه فیلیپس و کارخونه زنیت که گیرنده رادیو میفروختن، تنها دو تا شرکت که دستگاه رادیو بودن تو ایران، این دوتا ضمانت دادن که به هر کسی رادیو فروختن اسم اون رو به کلانتری خبر بدن، کلانتری یک کارت صادر کنه، آقای فلان هم بدون خودم دارم که فلان با عکس، این یک دستگاه فیلیپس دارد و اینا، و بعد زیرش نوشته شده که کلانتری محل این موضوع را به اطلاع برسن. این یعنی که این جزء وظایف پاسبان ها شد که برن پشت درا، در خونه ها، و همینقدر که دارم میگم موسیقی که آیاتون باشه، خونه های اون موقع هم خونه های الان کوچیک نبود، همه باغ داشت و حیات داشت و اینا. حالا این پاسبان ها چجوری قرار بود دم باغ، دم در باغ وایسه بفهمه که ته اونجا اونا دارن رادیوی بلین گوش میکنن به زبان آلمانی، این پاسبان ها بیچاره فارسی را به زور میدونه، از کجا بفهمه که اون داره چی گوش میکنه که داره ریپورت میکنه؟ ولی ریپورتاش ما هست. حتی در مورد یکیشون که توی قصه ای نوشتم، در مورد 900 دوله، البته اون قصه است که من نوشتم، واقعیت نیست، این گزارش اینا باعث مرگ کسی شده، یعنی باعث شده که دستگاه عصبانی شده. یه نفر این وسط نپرسیده که این پاسبانه از کی میفهمه که به زبان انگلیسی اون که داره پخش میشه تو اون خونه داره چی میگه که داره گزارش میکنه، بر اساس خیالش میکرده. ولی همینقدر همینطوری بود و تا شهریور 20 تمام کلانتری ها این کارتر رو صادر کردن و همه این 150-160 بیشتر نبودن، خونه ای که در تهران رادیو داشته یا در شهرستان ها، همه این خونه ها اینطوری بوده وضعیت، چون که گزارش داشتن باید رعایت میکردن. درست 6-7 ماه بعد از این تاریخ حادثه بسیار مهمی اتفاق افتاد که واقعا من نمیم اون موقع زلزله، آیا کسی فهمید این زلزله یعنی چیه؟
این دستگاه لاغستب که شبا اومده بود تو خونه، بیشترم صداهای آهنگای عربی و اینا ازش پخش میشد، کمتری ازش خبر گوش میکردم. بیشتر مگر آدمایی که خب باسواد بودن، تحصیل کرده خارج بودن که کم بودن، بقیه ترجیح میدن از این دستگاه موزیک گوش کنن، ام کلثوم گوش کنن و از این حرف. یه مرتبه از این دستگاهه در یک شب عجیب و غریبی اردیبهشت سال 1319 یه صدای اومد به زبان فارسی، گفت اینجا بلند صدای آلمان. یهو همه مادر بزرگ هم میگفت ما در رفتیم، یعنی ما احساس کردیم یه غریبه هست و داریم چادر سر میکنیم. یه صدایی داره میاد از توی اتاق، یه صدای مرد غریب است. بعد خواهی که اتفاق عجیب بود، چون دیگه انگلیسی و آلمانی و اینا نبود، دیگه ایرونیه، از این دستگاه داره حرف میزنه و لابد خیلی مهمه، لابد خیلی محترمه. بنابراین وقتی اونجا برام شارف گفتش که یک دلائلی به وجود آمده است که ایرانی ها و آلمان ها از یک نژاد هستن، از نژاد جرمن، معلوم نیست برام شارف این از کدوم خزانه ای در آورد. هنوز همین الان که در خدمت شما هستیم بعضی ها اینو باور دارن. من تو زندان بودم، اون شب معروفی بود که می‌دونم شما چقدر فوتبال دنبال می‌کنید، اون شب معروفی است که فینال مسابقات جام جهانی خورده بود به یونایتد، منچستر یونایتد که تیم محبوب منه، با بایر مونیخ خورده بود. هم ما توی بند عمومی ابی بودیم، یه سرهنگ بود، خیلی آدم خوب بود، خیلی آریومنش، سرهنگ آریومنش. شب وقتی فهمید من طرفدار منچستر یونایتدم خیلی عصبانی شده، من گفتم باید شما رو میگرفتن، باید شما رو بگیرن. شما با انگلیسا چیز میگفتن، سر انگلیسا چی تیممون رو با تیم دوست داریم میگه تیم، میگفت آلمانی نژاد ماست. گفتم بابا سرنگ بده، دروغ گفتن، نژاد ما با آلمانا یکی نیست. این باور کرد، مثلا اینکه اون حرفی رو که اونجا زد، خب چون خیلی سورس معتبری بود، یهو یه مرتبه غریبه اومده بود تو اتاق پذیرایی خونه، انگلیسای هارون زاده فهمیدن. به فاصله دو ماه بی بی سی رو انداختن، به فاصله دو ماه، یعنی فقط دو ماه انحصار اون آقای زبان فارسی برای رادیو بلمون به سرعت خودشون رسوندن و درست کردن. بنابراین حالا دیگه مردم یه صدایی از دور می اومد، نظمی هم توش دخالت نداشت و کسی هم دستکاریش نکرده بود وسط، لابد راست هم میگه. اما چیزی که مهم بود این بودش که ساعت 5:30 بهرام شاروق با اون صدای پرتنینش میاد، خبر از پیروزی های بزرگ ارتش ظفرنامون آلمان میده که چکسلواکی رو گرفته و فردا لهستان هم میخواد بخوره و فلان اینا. بعد به فاصله 20 دقیقه بعدش استاد مینویی با طمأنینه از صدای اینجا لندن، بنگاه سخن پراکنی بریتانیا، خبر میده نخیر هیتلر شکست خورده و ما پیش بردیم. و بنابراین مردم دو تا سرشتشون در مقابل همدیگه قرار گرفتن، حالا باید انتخاب کنن. خیلی هم کار مشکلی، خیلی کار مشکلی. بدترین وضعیت برای جامعه که دچار بحران سورس میشه، تازه یا ترم درست شده بهش میگن ابتذال مرجعیت یا تناقض در مرجعیت، یعنی موقعی که دو تا مرجع پیدا میشه برای آدم های دین باور، مثل میمونه که یکی پیدا میشه مثلا دست غیبه یا منتظریست که میگه زندان فلان، یکی هم پیدا میشه آقای مصباحه که میگه نه باید زندان کرد. در اینجا به صدا ابتذال مرجعیت میگن پیش میاد. نقش مدیا چیه در ترویج ابتذال مرجعیت؟ ابتذال مرجعیت یک بحرانه برای جامعه، برای هر جامعه که اتفاق بیفته. در جوامع مردم سالار بحران مرجعیت اتفاق نمیفته، خاطر اینکه بنیان رسانه ها فارغ از اینکه فوکس نیوز باشن یا CNN باشن، تاندانسی به طرف دموکرات داشته باشن یا جمهوری خواه، چون بنیادش در حقیقت، در واقعیت، بنابراین مدار تغییرشون خیلی کمه. مثلا الان شما
اخبار سوریه رو که دنبال کنین بین CNN و فاکس نیوز خیلی تفاوت نمی‌بینید. به هر حال از این مجموعه خبری که میاد بیرون داله بر این هستش که بالاخره یه حکومت دیکتاتوری در اون مملکت بارس چجور این طرف هم میگروه اومدن که اسلام گرانه چون خیلی تفاوت نیست، یعنی جای دیو و فرشته عوض نمیشه، تناقض موقعی زیاده که جای دیو و فرشته عوض میشه و این اتفاق میفته. در اون حالت چیه که جلوگیر دامنگیر میشه؟ همین هم گفتم که اینو میگم به سرعت برسم به این نکته. رسانه مدیومی که چهارمین پایه این مثلثی بود که مربع شد، یعنی الان خبر فرستنده، خبر گیرنده، یه چیز حاملا اومدیم وسط به اسم مدیوم رسانه، این که اینا رو به هم میرسونه. حالا مهم شده دیگه، برای این رسانه چه موقع که تلگراف بود، چه رادیو بود، چه تلویزیون بود، چه تلویزیون ماهواره شد، ماهواره اومد مددش، اتفاق مهم بود. این آخری که دوره ماها اتفاق افتاد، یعنی دوره که ماهواره اومد، و این مقاله نوشتم همون موقع توی توس فکر کنم توی یک کتاب مجموع مقالات هم هستی تو نوشتم که من امیدوارم، من اون قطعه نوشتم، من امیدوارم که همکارای ما در بیرون از کشور متوجه باشن چه فاجعه‌ای اتفاق افتاد. چرا این نوشتم؟ چون تا اون موقع 20 سال 20 و چند سال از که 20 سال از انقلاب گذشته بود، این تلویزیون‌های محلی درست شده بود در جای مختلف دنیا، هر جای ایرانی‌ها بودن. بعد اینا مطلقاً ارتباطشون با ایران قطع بود. مطلقاً، چون رفت آمد هم مثل بعدها نبود دیگه، مثل دوره جنگ و اینا. رفت آمد نبود. روزنامه‌نگارایی که از قبل از انقلاب روزنامه‌نگار بودن و توی انقلاب مجبور شدن بیرونشون کردن، زیر فشارشون گریختن، گرفتنشون، مجبور شدن از ایران بیان بیرون. خب اونا بر اساس اطلاعات قبل از انقلابشون شروع کردن تولید کردن، تولید خبر. این تولید خیلی نباید که با حقیقت، یعنی خیلی اکورنسیش لازم نبود بالا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اودینسش هم خیلی لازم نداشت. مثلا من خودم شاید مثلا حدود 30 بار در تلویزیون‌های منطقه شما منو مثلا کشتن. مثلا یه دفعه گزارشی برام فرستاده شد که حتی مثلا کسی که نوشته بود اسم همسرم هم میدونست، گفته بود با مینای به مصاحبه کردیم و گفته بله ناپدید شد و بعدم جسدش پیدا شد. میشد، یعنی فضا بسته بود که مثل زندگی کردن توی برکه بسته است. بنابراین خبر رو، خبر فرست و خبر گیرنده اطلاعات چون تقریبا یه محدوده ای با هم محدود شده، به طور طبیعی اتفاق می آمد. بیبی هم خیلی نداشت چون این داشت در یه محدوده می چرخید. وقتی ماهواره اومد، من شاید از اولین آدم بودم، خودشونم به عقلشون رسیده بود که این خوب وحشتناک شد، به خاطر اینکه چون این ماهواره یه مرتبه این پیامو برد همون جایی که ازش صحبت میکنیم. بنابراین این پیام ها اولی که اومد خیابونای تهران عوض شده بود، اینا نمیدونستن. بنابراین خبر میامدش که مثلا از خیابون پهلوی مثلا یه موجی را افتاده رفته مثلا فلان جا و تو خیابون چیچی و این رفته، اینا همه اسمش عوض شده یا مثلا پارک عوض شده بود یا شکل شمال ارتباطات عوض شده بود، اسم مدارس عوض شده بود. اینا در فاصله 20 سال به خصوص بعد از جنگ، خب یه مرتبه ماهواره اتفاق عجیبی افتاد و در حقیقت یه چیزی که بعداً استادای این رشته خیلی تعجب زده شدن که چطور است که رسانه آزاد تونسته دست جولن کنه برسونه به جامعه بسته گرفتار محدودیت ولی نتونسته درش هیجان ایجاد کنه، یعنی نتونسته بیاد اینجا یه حادثه مثل خرداد 88 ایجاد کنه که برات خوب به صورت وقلای قوم متوجه شدن که واجه اونجا چجوری گذشته است و چجوری میگذره به همین جهت یواش یواش این ارتباطات قطع شد. این داستان تا اونجا اومد که وقتی در سال 88 تلویزیون بی بی سی درست شد، انقدر حکومت از قبلش ترسیده بود از این واقعه
که واکنشش در مقابل حوادث خرداد 88 تون شد، یعنی بیشتر از اون حدی که لازم بود ترسیده بود. یه مرتبه فکرش توسه بود که اگه در شهریور 20 با دو تا نامه خوانندگان رضا شاه سرنگون شده، اگر در سال 57 با 7 برنامه رادیوی بی بی سی رژیم شاه سرنگون شده که همه جا گفته میشه، خب لابد الان دوباره تکرارش همینه دیگه. حالا تلویزیون هم هست، تصویرم داره دیگه واقعه. به همین جهت یه مرتبه میزان پارازیت های فرستاده شده اینا، در حالی که خب قبلش حدود 50-60 تا فرستنده تلویزیونی به ایران میرسید دیده میشد، ولی این به محضی که سرکله این انگلیس های چشم چپ به قول آیدالیزاد روشن شد تو صحنه، انگار یه چیز تاریخی تو ذهن ها بیدار شد که اینا یه بار در شهر سوم اسفند سال 1992 دخالت کردن در وضعیت سیاسی ایران، یه بار در شهریور 20 دخالت کردن از طریق بی بی سی در رفتن رضا شاه، یه بار در سال 32 دخالت کردن در مورد دکتر مصدق، یه بار در سال 57 دخالت کردن در مورد انقلاب و انقلاب پادشاهی. پس برمه اینا عادت چون بینه به قول یه فرمولی وجود داره که ما اون فرمول رو نمیدونیم و این فرمول میتونه بیاد ظرف شه در یه برنامه تلویزیونی چند ساعته و ازش یه چیز رو عجب قریب رو شد. این حادثه باعث شد که همونطور که میبینین یه اعتراض به انتخابات سال 88 که بالاخره طرفین ماجرا هم خیلی مهمی که تفاوت نشدن همشون شروع نگرمون قبول کرده بود، یه مرتبه تبدیل به یه حادثه خیلی بزرگ شد. این حادثه بزرگیش بیشتر از این که تأثیر رسانه جدید تلویزیون فارسی زبان بی‌بی‌سی باشه، تأثیر نگرانی حکومت از این تأثیر بود. حکومت از این تأثیر نگران بود، پیش پیش خودشو جمع کرد و ازش یه حادثه جدید ساخته شد. حالا توی همچین وضعیتی سوالی که برای ما مقدر هست پیش میاد اینه که در این دنیایی که حالا این وسط اینترنت هم اضافه شد، اینترنت خودش فضای تازه است، یه داستان جدید، طبیعتاً حکومت سعی میکنه که با اینترنت مثل روبرو شدنش با اون رادیوها که گفتم یا مثل قصه ویدیو که شما میدونید بعد از انقلاب تبدیل به چیزهای خنده‌داری شد، تحقیق و مراقبت مردم با دستگاه ویدیو شب و پشت ماشین از این خونه به اون خونه از بالا پشت اون بر بر بعد این دستگاهی که عوض میشد، بچه‌ها یاد گرفته بودن که تو خونه هایی که دستگاه پخش VHS داشت خود کاست های بتاماکس نگه میداشتن، بنابراین موقع که این نگهبانا میومدن یا میریختن تو خونه ها اینا میگفتن که شما فلانه، میگفتن نه ولی کتو بزن نگاه کن، میزد کار نمیکرد، بتاماکس توی یکی کار سیستم های مختلف با هم کار نمیکرد، بعد اینا دوچار سرگیجه میکرد، میگفت همینه دیگه آقا چیزی نیست توش و فلان حرفا و اینا، با هم گیرن که این خونه مال بتاماکس میداد به این خونه میداد، دائما روش های مختلفی پیدا شده بود و تبدیل شده به این مسابقه مسخره عجیب و غریب. حتی در مورد زیراکس اگه شنیده باشی، در مورد زیراکس هم این اتفاق افتاد، یعنی زیراکس رو وقتی که در سال 56 همون شد زیراکس رنگی آی بی ام آورد، اجازه ندادن، یعنی حکومت اجازه نداد که بفروشن و در نتیجه اجاره دادن. اگه شما مثلا یادتون باشه اون موقع شرکت هایی که زیراکس رنگی داشتند در اجاره شون بود، یعنی مالکیتش مال آی بی ام بود، اجاره میدادن به شرکت ها برای اینکه بتونن کنترلش کنن، مثل دستگاه های تلکس خبرگزاری ها بود که اون هم نمیتونستن بفروشن، یعنی باید اجاره ای می بود تا بتونن کنترل کنن. هنوز بعضیا اگه بهشون بگین شاید براشون باور نکنن که تا آخرین روز حکومت پادشاهی رادیوهای موج کوتاه ورودش به کشور ممنوع بود، بنابراین رادیوهایی که وارد میشد البته اون موقع که نمیدیدن نمیدیدن خوش شهرداری فراهم بود، ولی قانونا ورودش ممنوع بود، تو فرودگاه میگرفتن و دو روز بعد میرفتید تو گمرک میگرفتید، در این فاصله اونجا نظر فنی موج کوتاهش باز میکرد. وحشت از این امواجی که میاد از این مدیوم هایی که تحت کنترل نیست، مدیوم هایی که نمیشه بهشون گفت اینو بگو، نمیشه بهشون گفت اینو نگو،
این همیشه گریبانگیر حکومت بوده، فقط هم مال حکومت ایران نیست، همه حکومت های نوعا غیر معلوم سالار از خود تا جمشوروی تا بقیه جای دنیا هم وضعیت داشتن، جز اینکه حالا خب یه ذره اطلاعات و فهم بیشتر شده، طبیعتا کتاب های متعدد نوشته شده، اونا هم مثل بقیه خود حکومت دارن خوندن خب این کتاب ها رو و توش خوندن که یه همچین فضایی وقتی خلای اطلاعاتی درست میکنه و چقدر برای خود حکومت خطر نکنه، خلا میشه دید، حالا باید خلا یه جوری فرمه. به همین جهت وقتی که قضیه ماهوارا پیش اومد، دیش بحران معروفه به بحران دیش پیش اومد، یه گاهی باید خنده دارم میشد به آقای نانجوم تبریز برای اینکه ساده کنه فهم داستان رو، یه بار گفتش توی نمازجامعه که گفت این با لحجه تبریزی بشنوید، با لحجه های ملکتی بشنوید، گفتش که این مناره های از آن که اینجا هست، اینها دست خداوند است که رفته بالا، ولی دست شیطان اینجوری نیست که دست شیطان گرده اینطوری کرد که یعنی شبیه دیش بشه، یعنی محسوس بود که این دست شیطانه، اون دست خداوند، صحنه تبدیل کرد به المان‌هایی که بتونه تعریف کنه موضوع رو راحت برسونه. بنابراین دعوای دیش شروع شد، دعوای زد و خورد، منتها این دفعه حکومت همزمان با دعوای ریش اون درس قبل هم گفتم براتون یه قانون گذرون، تو اون قانون اولا ممنوعیت دیش رو 5 ساله کرد، یعنی 5 سال به خودش فرصت داد، به زبان دیگه گفت که نمیشه این جلوشو گرفت، بنابراین با کمک دستگاه پلیس و اینا 5 سالی حالا به تو مهلت میدیم ولی هر کاری میتونی بکنی بکن، چون بعدش دیگه نمیشه جلوش گرفت. و تو اون فاصله یه تدبیر مدیریتی اندیشیدن با آوردن آقای لاریجانی، علی لاریجانی به ریاست صدا و سیما، یک ماده قانونی گذروندن و یک مرتبه بودجه صدا و سیما رو 50 برابر بالا بردن، 50 برابر نه 5 برابر، و بعد از اون بود که یه مرتبه صدا و سیما صاحب 5 تا شبکه شد، همه شبکه‌های پیشرفت و ماهواره، تعداد کارکنانش 10 برابر شد، یه دونه شبکه‌اش مدام ورزش پخش می‌کنه، در هیچ نقطه‌ای از روی زمین نیست که یه همچین سرویسی مردم داده بشه مجانی، تمام مسابقات فوتبال اروپا، تمام مسابقات فوتبال جام جهانی، مسابقات تنیس، اینا همه مجانی در ایران دیده میشه، نیست ما مسابقات خود فوتبال انگلیس ما در انگلیس باید پول بدیم ببینیم مثل بقیه من، ولی برای یه شبکه بسیار پرطرفدار که من الان تو انگلیس بیشتر از روی شبکه ورزش تهران نگاه می‌کنم، یعنی تلویزیونی نداره میرم مسابقات خود مسخره است زره، ولی همینطور یه شبکه که سریال درست کنه، سریال‌های به خصوصی رو یه ذره آزاد گذاشتن، سریال‌های کمیک کاری که بر مهران مدیری و بقیه و اینا کردن همه مال این دوراست، بعد بنابراین دو تا کار به عهده گرفتن، یکی اینکه همزمان با فشار برای جمع‌آوری به دیش شروع کنن شبکه های خود رو هم جذاب کنن، یعنی از اون شبکه یه دونه ای که شما یادتون نمیاد بزرگتر یادشونه که فقط اوشین پخش میکرد و همه مردم حفظ بودن اوشین رو و هر شب همه برای اوشین گریه میکردن، ما سالها بعد از اون قضیه رفتیم زندان دیدیم شبا میگن که تاناکوراست تو راه رو، تاناکورا چیه؟ معلوم شد بعضی از زندانی های کم بزاعت شبا میرن تو راه رو میشینن و یه چیزایی که زندانی ها میخوان ولی دیگه فروشگاهی نیست که بخرن، مثل سیگار و مثل صابون و این چیزای کوچیک رو میارن میفروشن، میذارن دورش رو میشینن اونجا، این اسمش تاناکورا بود به خاطر اوشین، و یادتونه که اوشین یه بحران عجیبی هم به وجود آورد، نمیدونم یادتونه یا نه، بحران یه مرتبه رای تلویزیون مصاحبه کرد با بچه های مدرسه، با معلم های مدرسه که نظرشون راجع به اوشین بگن، بعد یه خانم معلمی گفتش که اوشین برای من مثل حضرت فاطمه است، که بعد آقا خمینی گفتن اعدام باید بشه، که بعد یه مرتبه وحشت برداشت، چون گفت چون تعبیر بر این شد که ایشون گفتن اون خبرنگار که رفته اینو پرسیده باید اعدام بشه، که بعد محمد هاشمی اومد جلو خلاص اعدام بشه. مقصدم این هستش که پس این کشش و کوشش بین مردم، حکومت،
رسانه، رسانه هایی که دیگه حالا از سرزمین های دور میان و دیگه هیچ کنترلی نمیپذیرن، دیگه یواش یواش پارازیت هم نمیشه کرد، چون خود وزارت بهداری اومده گفته سرطان زاست. وزارت بهداری 140 مورد در گیشا، در محل گیشای تهران به طور قطعی تشخیص داده که سرطان پوست ناشی از زیاد امواج پارازیت بوده. برنامه دستور از بالو اومده که نمیشه این ادامه داد. چیکار باید کرد؟ این یه طرفش یک موضوعیست که اهل حکومت، یعنی کسایی که حکومت قدرت دستشونه، باید بررسیش کنه. یه طرفش موضوعیست که کسایی که میخوان جمهوری اسلامی سرکار نباشه یا اینکه بهتر بشه یا سرنگون شه یا هرچی، اونا باید بررسی کنن. آیا ما از این شمشیری که در وسط آسمان ایران بر بالای سر 70 چند میلیون همینطور داره میزنه میتونیم به ترتیبی استفاده کنیم که خیر و صلاح هم درش باشه در نهایت، یا نه خطری وجود داره که هر آن این شمشیر در اثر ندونستن، در اثر خطای در محاسبه یا در اثر نداشتن برنامه یه مرتبه بزنه یه حادثه وجود بیاره. همچه خیلی ساده نگیرید، یعنی فکر نکنید که مثل بعضی ها که تصور میکنن که یا به قول قدیمی ها ایران محکوم به استقلال است، یا مثل جدید یا مثلا خیلی متدین فکر میکنن که امام زمان نگه داشته ایران یا امام رضا نگه داشته. اینا خب تو محاسبات روزی ها اینجوری نیست. حادثه که تو اوکراین پیش اومد، این حادثه در اثر یک اشتباه ساده قومی میتونه در ایران اتفاق بیفته راحتی. لابد شوخی نیست، حقیقت نه. آدم وقتی میشنه باید ذره برسه جواب این سوال که بزرگترین شهر ترک نشین جهان کجاست، آدم فورا به ذهنش میرسه که استانبوله دیگه، مثلا باکوه مثلا، یا نه آخر سر میگن تبریز. در حالی که اینطور نیست، میدونید تهرانه، تهران بزرگترین شهر ترک نشین جهان هست. بعد از تهران هم باز استانبول نیست کرجه. برای این مجموعه چرتیکه‌ای اینقدر حساس، خیلی جای چیز داره، خیلی جای این داره که در مقابل خطای در این مورد خصوص اگر دقت کرده باشیم، پارسال یا پیرارسال وقتی اون داستان بابک خرمدین پیش اومد در شما در آذربایجان، خب واقعش اینه که اونایی که دست در کار هم بودن ترسیدن، یعنی ترس جدی پیش اومد، چون سه روز بعدش که به عنوان اعتراض به دستگیری های اون ماجرا جمع شدن 400,000 هم بودن، یعنی اصلا جای شوخی و اینا نداشت. سوال این است که آیا از این خلایی که وجود داره، از این پیشرفتی که دنیا کرده است تو جهت مدیا، از این زبانی که تغییر پیدا کرده، این زبانی که شما باش توی اینترنت صحبت میکنی هیچ شباهتی به زبان ما نداره، در حقیقت شباهتی نداره، ما وسط های شلمشوبه های شنوی میکنیم وسط این دریا، ولی واقعی این هستش که این نیستش که شما میدونید زبانش نیست. من پیروز به نوام در سان فرانسیسکو بهش گفتم که تو اگه با دوست دختره بخوای روابطتون قطع شده و تو میخوای با اسمس بهش خبر بدی، میخوای پیام بفرستی بهش خبر بدی، چی میگی؟ و اینجور که حرف اون دازه خیلی نمیفهمیدن چی میگم. بعد من بهش داستان تعریف کردم، گفتم که من موقعی بچه بودم بعد رفتم به سفری، بعد رفتم سفر، تو اون سفر عاشق شدم، وقتی عاشق شدم یه نامه‌ای نوشتم برای دختر خالم که اون موقع دوستش داشتم، ولی مثلا من 11 سالم بود نبود، یه نامه نوشتم برای اون مثلا 17 صفحه از تازگی‌ها کشف کردم، 17 صفحه از که خلاصه من تو 17 صفحه باش یه ایرو سعدی و مولانا و اینو خواستم بگم با بجانیم.
حالا از این فسخلی میپرسیدم، از خیلی هم فسخلی نیست، ازش میپرسیدم که حالا چیکار میکردی؟ نباید یه ذریعی که باش با جزئیات حرف زدم و شعر خوندم و خلاصه کردم اون نامه این دسته فیلو گفتش بهش میزنم بیاد دان بهش میگم تموم شد دیگه ولی زبون اینقدر اومد فشرده شد اینطور نیست بکنی که این فقط زبونه که فشرده میشه نه یادتون باشه که ما 800 سال این سعدی و حافظ نذاشتن زبون ما عوض شه ما هنوز به زبون اونا حرف میزنیم دیگه یه زبونی که نه تو دربار شایع بوده نه مثلا تو ادبیات بوده قبلش هنوز مثلا شما احکام گروه قاجار میخونین خب خیلی تکلف داره اصلا نمیشه خونده این زبون ساده که بیاد با آدم حرف بزنه اینطوری که در دل آدم بشینه همان بفهمن که هنوز من نبودم که تو بر دلم نشستی این زبون همه ماست 800 سال این زبون قفل کرده رو سعدی و حافظ جوم نمیذاره بخوره یه مرتبه این اینترنت اومده این زبون لاغون کرده این تبدیل شده به زبون دیگه ای خلاصه شده حرف شده علامت شده اومده آیا با این زبون همونطوری فکر میشه که با اون زبون قبلی میشد حتما نیست حتما یه آدم های دیگه است حتما نسل جدید یه جور دیگه ای با این ماجرا روبرو خواهد شد یه جور دیگه ای نگاه میکنه یه جور دیگه ای خطا میکنه مثل ماها خطا نخواهد کرد ما بزرگترین خطامون که همه یادشونه نسل ما خطای سال 57 یه انقلاب کرد نسل ما ولی این تنها خطایی نبود کردیم مهمترین خطامون این بود که همه چیز رو افسانه کردیم همه چیز یعنی انگار ما تخصصی داشتیم و هنوز بعضی همون داریم به اینکه همه چیز رو از اکورنسی بندازیم و همه چیز رو ببریم توی رویا و براتون دفعه پیش گفتم اون شب 22 بهمن من تو مرسلوی بودم مردم میامدن یهو 70 تا شبو میخوردن یعنی هر کی رسید هر کی تو خیابون ریش داشت رو به تصور اینکه این شبون جعفری است آورد اونجا گفت شبون گرفتم هر کی قدش بلند بود آورد هم گفت ارزش زیادی گرفت بعد از همه مهمتر اونا که انقلاب کردن داشتن میشدن وزیر و اینا اون بالا نشسته بودن به مردم میگفتن که هر جا اسلحه اموال تابوتی اینا هست بیارین تو همین مدرسه لامصه یعنی تصورشون این بود حیات مدرسه اینقدر جا داره یا تصورشون این بود که قالی اینقدر خونه مردم کمه یا تصورشون این بود که اسلحه اینقدر کمه که میتونه بره توی مدرسه جا بگیره همین 4 5 6 سال پیش یعنی دولت دوم احمد نژاد احمدنژاد یه وزیر کشاورزی انتخاب کرد میدونید که احمدنژاد یه چند بار این کارو کرد این دو تاش معروف شد یه بار یه رفیق بنایی داشت او رو کرد وزیر مسکن آقای میکسار خیلی آقای خوب شریفی بود بعد تو این دهوایی که با گروه مقابل کرد وزارت راه رو که بزرگترین وزارت خونه کشور هست همیشه بوده از زمان رضا شاه بوده وزارت راه رو هم کرد سر وزارت مسکن داد به نیکسار یعنی گفت وزارت و این نیکسار بیچاره خودش یه جایی گفته بود که من در زمانی که قبل از اینکه به وزارت برسم وقتی که دو سه تا خونه بهم میدادن که معماری کنم یا بنایی کنم دست پاچه میشدم یه مرتبه شما یه کشوری که قرار بود سالی 1.6 میلیون توش خونه ساخته بشه دادیم به نیکسون بعد وقتی که از این شوخی ها خب خیلی کردیم خیلی یعنی واقعا از حد و حدود خارجه این وزیر کشاورزی که گفتم روز که معرفیش کردم تو مجلس برای اینکه بگه من چقدر مردمیم پشت تریبون مجلس گفتش که خواهش میکنم این در از رادیو پخش میشه همه دارم میشنون خواهش میکنم یادداشت کنید محسد یازد نام چی 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 شما رو تلفنشو دار او حتی کار داره ما تماس بگیرم یعنی واقعا من اون لحظه فکر کردم این حتما مثلا سر کلاس نرفته یه بار چون همین بود اصلا یه معلمی که 20 تا شاگرد داره نمیتونه تلفنشو به اینا بده دیگه نمیتونه زندگی کنه که اصلا دکتر و همه مریضاش به خصوص مثلا پزشکای زنا
یا پزشکای زایمان به همه مریضا شماره تلفنشون بدن. اصلا این چیزی میخواد زندگی کنه، چون این لحظه به لحظه این زنگ خواهد زد، آقا بچه‌م اینطوری شده، بچه‌م ناله میکنه، بچه‌م اینطوری شده. عملی نیست این. به یه روایت 17 به یه روایت 37 میلیون کشاورز ایرانی پیغام فرستاد که این تلفن من بازه، من تلفن کنیم. این حساب هم حتی بلد نبود. یعنی اگه حساب بلد بود لابد پیش خوش فکر می‌کرد که اگه هر کدوم از اینا سالی یه بار تلفن کنن، یعنی مسئلهشون این باشه، نمیشه با یه شماره تلفن من چقدر میشه. خلاصه از این توهمات شما بگیرین برید. خب ما با توهم زندگی کردیم، مثل این شوخی است که حالا مثبت هم بگیم، مثل این شوخی است که ما راجع به سیلند به هخامنشی میکنیم و اینکه نوشته میشه که این جامعه حقوق بشر، منشور حقوق بشر روی نوشته شده، یا این منشور حقوق بشر است. ولی ما توی شهری میگیم که قدیمی ترین کتیبه و با افتخار ترین کتیبه‌ای که وجود داره در ایران کتیبه داریوش است و نه کوروش کبیر، که در نقش رستم در نزدیکی کرمانشاه قصد شیرین نگرفته باشید دیدین، در اونجا به اون بالای کوه نقش شده. 8 خط نوشته هست که پشت سر هم نوشته شده به حروف میخی به اصطلاح، و خوشبختانه اینقدر دور از دسترسه و این تیغه اگه دیده باشین صافه که نمیشه بهش رسید، بنابراین نتونستن این خراب کنن، وگرنه خراب کردن بابا. این دست نخورده و فقط کافیست من خدمتشون رو عرض کنم که در زمان احمدشاه قبل از جنگ جهانی اول یک بچه انگلیسی که تو دانشگاه بود ولی پول نداشتش که درسش رو ادامه بده و همین در رفت تو ارتش پزشک داشت میشد، به عنوان پزشکیار فرستادنش به جبهه و فرستاده شد به جبهه غرب یعنی ایران و فرستاده شد به قصر شیرین. 23 ساله و این رفت قصر شیرین و در حالی که اونجا پزشکیار منطقه قصر شیرین بود، قصر شیرین اون موقع بدون راهی به تهران، میرفت اطراف این ساختمان قدیمی رو میگرفت، نقاشی میکرد، اسکتشون رو میکشید، رسید به این از پول نداشته خودش از خانواده فقیر میومد آخر هفته ها به نقش رستم و اینجا پایه درست میکردن و میرفت بالا و شروع میکرد این خطا رو کشیدن، چون دوربین هم دوربینی که بتونه این کار رو بکنه در اختیار نبود یا اصلا نبود یا در اختیارش نبود، اینا رو میکشید و این در عرض یک سال واقعا چه پشتکاری میخواد. در عرض یک سال در این وسط یه نفرم افتاد و مرد. وقتی مرد خیلی شورش شد و تیوداد کردن این آمده ازش پول گرفت. این یه خط از اینا رو کشید و بر اساس اون خط بخونید سابقه شو ثبت متوجه میشین. دانشگاه کلمبیا بر اساس اون یه خط این خط میخی رو، این نوع رو کشف کرد. از اون زمان تا الان یعنی از 1910 11 دقیقش الان یادم نیست ولی این حدوده حال دهه اول دوم قرن 20، از اون زمان تا حالا هلیکوپتر اومده، دوربین اومده، لنزهای قوی اومده، بالا برجر ثقیل، همه اینا اومده، هنوز ما بعدیای اینو ثبت نکردیم، هنوز هم یه دونه است. اما در مقابل ما تا دلتون بخواد در خلأ خبر افسانه بافتیم، خیال شایعه در باره هر کی بوده فرق نمی‌کنه. تو اون روزا، تو روزای انقلاب، حالا شما شاید چنیده باشین از پدر مادر بزرگتر خودشون یادشون باشه، یهو در شهر تهران پیچید که سرنگ زیبایی تو خونه محل شکنجه بوده و اونجا ناخون خلاصه افراد مخالف رو ناخوناشون میکشیدن و این در خیابون بهار پیدا شده، یعنی
برای خونه سرنگ زیبایی و محل کشیدن ناخن شریف‌ها و افراد مبارز به داستانی شد تو تهران. فاصله درم فاصله 12 بهمن تا 20 بهمن میگم فاصله که خمینی اومد بود ولی هنوز نبود. بعد هرچی ارتشی رفتن جلوی خیابون باها رو بستن که نرسن به این قضیه نشد و بالاخره در یه وضعیتی حالا کسی هم درش زیاد نمیسود مردم رفتن در این رو باز کردن و ما هم عکاس فرستاده بودیم رفتن توی خونه به خونه قدیمی و شاید واقعا 4-5 هزار نفرم حضور داشتن و چندین میلیون نفرم باور کرده بودن این حرف رو و اینا رفتن پریدن رفتن تو حیات و عکاس ما هم رفتن عکاسش هستن ببینیم سراسه یه عکسی گرفت که بچه های عکاس عکسی گرفت از تو زیر زمین این خونه که یه دستگاهی نشون میداد شبیه مثلا چکم دست مثل این دستگاه تو نونوایی های قدیمی یه چرخیست که اینطوری میچرخه کنارش دستگاه اینطوری دوست داره و یه آدم هایی به سرعت به عنوان گاید خانه سرنگ زیبایی شناخته شدند و اومدن اونجا و شروع کردن برای مردم تعریف کردن که بله اینجا دستار میکردن تو مثل چرخ گوشت در خواهی کردن بله ناخون ها رو میکشتن از اون برای میانده بیرون اینا بعد خلاص آقا توی شهر که نه با سواد بود بالاخره یکی نرفت بگه آقا مگه برای کشیدن ناخون چرا یارو میبرد تو خونهشون اولا و بعدا سرنگ زیبایی 15 سال بود بازنشسته شده بود مثلا نبود دیگه سرنگ زیبایی ما دورش شهری بود تو فرمانده نظامی بود زمان نظامی بختیار بود اصلا در این دوره دیگه اصلا نبود و این اصلا چه بازیه مگه تو خونه مسکونی میشده برای ناخون بگیش بعدا ناخون رو کی گفته اینطوری تو چرخ گوش میگوش ولی در یک لحظه ایز انگار همه شعاع عقل به قول فارابی تعطیل میشه و یهو در یه لحظه ای فقط این نیستش که مثلا یه دهی باور کردن که عکس‌های خونی روی ماه افتاده یه بخش کوچیکی از حکایت بود الان تو قرن 21 پیروز نمیدونم خونده یا نه آقای جوانفکر خیلی هم آدمی سوادی نیست سپر جوانفکر گفته که حالا این در زمانی است که خود احمدی‌نژاد دیگه 8 سال پس گرفته دیگه به توش حرف نمیزنه اون حال نور فراموش شد دیگه یه خودشون حرف نمیزنه جوانفکر اومده مصاحبه کرده گفته که حال نور هست چطور مگه گفتم آقا یعنی چی تو مگه تو قرن 21 حال نور چیه؟ گفته من این همه پس در کتب عرفانی و اینا اومده گفت آقا این حرفا چیه؟ این اومده واسه گفته من حال نور اومده بود دورم گرفته بود تو سازمان ملل و به هر حال مثلا یه آدمی مثل آیت الله آملی هم نتونست این قانع کنه بخیر یه جوری درزی توش پیدا شه که باور بکنن آقا میشه هم چه صرفا ایستاده که زد ولی میشه زده میشه به هر حال مسئله این هستش که توی همچین فضایی یک خلای عقل پدید میاد متاسفانه تو شرایطی که ما الان داریم زندگی میکنیم یک بار دیگه یکی از این بحران ها پیش اومده بحران مخفیه سال 57 هم بر ما مشهود نبود که این بحران پیش اومده الانی که وقتی نگاش میکنیم به معنی یه بحران خلای اطلاعاتی ازش صحبت میکنیم در موقعی که توشی مثل همه سیاه‌چالای عالم وقتی آدم توشی مشهور نیست الان یکی دیگه از اون دوره ها هست یه فاصله میدیم بعد صحبت کنیم ببینیم که آیا توی همچین شرایطی قرار گرفتن احیانا راه حلایی میتونه داشته باشه یا اصلا یه اهمیتی به نظر شما تا همینجا که رفتیم اگه کسی نظری داره بگیم صحبتی کردیم به طور سال 88 و اینکه در واقع یک بخش اعظمی از اون که حکومت به شکلی نشون داده این قطعه کانشون قضیه سال اینکه حکومت یه جور داره بیشتر از اون حدی که معمولش بود در واقع ریاکشن نشون داد واکنش نشون داد و اگه مثلا حکومت یه ذره مثلا معمولتر رفتار میکرد قضیه اینقدر پیچیده نمیشد ولی خب یه جورایی من هم فکر میکنم که مثلا توی 25 بله تعداد آدم بیرون و با اون شیوه راه رفتن اینا یعنی اونم واقعا چیز ترسناکی بود یعنی خود حالا هم من هم خیلی از اختای من توی اونجا بودن و
میتونم بگم اصلا جدای این که من اگر جای سردمداران حکومت بودم وقتی چنین چیزی رو میدیدم یعنی تالا چنین چیزی تاریخ ایران ندیده بود حتی من فکر نمی کنم که با این شیوه یا به این صورت دیده بود و یه دفعه از توی اون موج خفقان کل مثلا 35 ساله بود وقتی شما یه سری آدم پیدا کنید یه وقتی کنم خود آقای خاتمی موسوی و کروبی هم اونجا این شکلی بود اول گفتن که کنسل به کسی نره بعد دیدن همه دارن میرن گفتن ما میریم جمعیت متفرق کنیم برای رفتن جمعیت رو متفرق کنم که این جمعیت اصلا یک چیزی که خودشون هم چیز شده یه جوداری اصلا متغیر شدن یعنی خود آقای خاتمی هم که به چیز مربوط به محافظ تاریخ های اندازه زیادی مربوط خودش مونده بود اما باید چه کار کنم با این جمعیت که اومدن بگو شما هم بگو شما هم نظر تو بگو شما ردش جلو چون شما هم نظر تو آره من به اون بخشش دیگه که چون من خودم بودم یعنی اون موقع من اصفهان بودم من با بخشش که من اول خودم نظر داشتم راجع به این قضیه من نظرم این بود که اون بخشی که خود مردم هم که اومدن بیرونشون خود رسانه تاثیر داشت یعنی خود این رسانه خیلی کمک کرد که مردم بتونن خودشون رو پیدا بکنن یعنی تاثیر منفیشون بود که بالاخره حکومت ازش میترسید و تاثیر مثبتش هم این بود راجع به این قضیه که میگن که آقای خاتمی اینا البته راجع به بحثمون نیست بحثمون جمله میزنن من نظرم این بود که نه من قبول داشتم بدم میومد که اینجوری نبود که آقای خاتمی اینا میگن که متفرق میکنن یعنی خود آقای مثلا موسوی یه جوری من احساس میکنم رسانه همون چیزی که شما میگه نقش بین آقای موسوی و مردم و خود اون جریان مدیریت کننده حالا تو اون زمان این رسانه خیلی نقش مهمی بود کرد بینشون و من به شخص من احترام زیادی واسه رسانه قائلم تو اون زمینه تو اون موقع من یه سوال جدا دارم به این مرحله الان می‌خواستم بگو یه سوال نمیدونم شاید یه کمی دایجان ناصرانی دارم این که شما گفتین من برام جالب شد یاد اصلا همینجور که شما صحبت میکردین گوگل نگاه کردم دیدم یادم بود که هول و هوش تقریبا همون موقع ها بی بی سی شروع شده بود شبکه یا تلویزیون فارسی شاید دیدم که 25 دی ماه 87 افتتاح شده یعنی تقریبا دقیقا 5 ماه قبل از تولد 88 واقعا همینطور که این که شما گفتین یاد آسه من تو ذهنم برام جاده شد که واقعا همون موقع بوده میخوام ببینم که همزمانیش اتفاقی بوده یا این که قصد این داشتن که توی انتخابات پیش رو اگه بتونم تأثیر گذاری کنم که اگرم تأثیر گذاری کرده باشن از نقطه نظر شخص من تأثیر گذاری مبارک و به جای بود خب شاید مثلا نظرم بهشون نزدیکه ولی شاید از نظر خیلی نباشه و اینکه یه چیز دیگه این که شما گفتین که حکومت حالا تو این بحث الان ما به خصوص حکومت ایران نمیتونه تعیین کنه از این مثلا شبکه‌هایی که از ماهواره داره پخش میشه نمیتونه تعیین کنه که چی بگن چی نگن در نتیجه عاجز شده از دستشون میخوام ببینم حکومت ایران نمیتونه تعیین کنه واقعا کسی دیگه ای هم نمیتونه تعیین کنه یعنی من تو که گفتم سوال نمی کنم داری جان ناپلونیه واقعا این رسانه آزاد که میگیم تا چه حد آزاده سیاست گذاری های کلی اینا رو چه کسی تعیین میکنه بالاخره واقعا این که بی بی سی میگن نه شاید چون شما با اونجا کار میکنین شاید شما خودم بیشتر نگاه میکنم منظورم به طور به خصوص بی بی سی نیم ولی مثلا تو ایران خیلی ها به بی بی سی میگن آیت الله بی بی سی چون میگن انقلاب رو بی بی سی کرده الان میگن موافق اینه که حکومت ایران بمونه ولی خب توش اصلاحات بشه خیلی موافق براندازی نیست میخوام ببینم واقعا یه حالا اینکه فقط یه شخص ولی یه جریان کلی که سیاست گذاری کنه یا سوالم رو ساده تر بگم مثلا موافق این باشه که حکومت بمونه یا نمونه واقعا هستش نیستش این رسانه آزاد تا چه حد آزاده من برمیگرم به بحث هفته گذشته است در رابطه با میدیوم هایی که شکل گرفتن یا نحوه وارد شدن به بازار خبر رسانیشون که فرمودید
از به لحاظ مخدوش کردن یه ابزار خیلی خوبیه که بتونن خبر سالم رو با یک انحرافاتی به دست همون گیرنده پیام برسونن. با توجه به وضعیت الان ایران، شما فکر میکنید که سرمایه گذاری حالا رژیم یا نظام یا دولت، حالا هر کدوم که به سهم خودشون یه سری خبر بنگاه خبر پراکنی دارن، فکر میکنید که این بحث مخدوش کردن به صورت جدی داره پیش میره یا ایجاد بنگاه های خبر پراکنی که غیر از مخدوش کردن ساختن خبرهایی که به نظر واقعی برسن رو به گوش مردم برسونن؟ یعنی مثالی که شما فرمودین دفعه پیش در رابطه با اینکه ما میریم در رابطه با یه شخصیتی تو ویکی‌پدیا سرچ میکنیم و حتی فکر میکنیم که این واقعا خلاف واقعه و میریم اصلاحات میکنیم و بعدش برمیگردیم، یه پشتش یه افورتی هستش که خیلی اینو سازمان یافته نشون میده. بنابراین الان با توجه به اینکه به صورت سیاسی تحت ایران تحت فشار بود سر داستان هستش که اومدن مخابره شبکه های جهانیشون رو هم قطع کردن، شبکه های ماهواره ای قراردادشون رو ساسپند کردن، آیا یک ابزار تبلیغاتی خوبی بود که از دست دادن و حتی حاضر شدن تو مذاکرات کوتاه بیان که این داستان مخدوش کردن خبرها یا خبررسانی خودشون رو به دنیا ادامه بدن؟ این چقدر هنوز تحت پیگیری نظام هست این داستان خبررسانی بمیشه؟ من اینجایی که شما گفتیم که وقتی این آزادی بیان جلوش گرفته میشه یک گپی بین اون ذهنیت مردم ذهنیت رو حکومت داره که خود کامرون و ما و اینا هم ناراحتن از این موضوع، یعنی حالا اون هدف خوششون نمیاد، این گپ رو که آزادی بیان پر میکنه یه جورایی یاد اون دکتر سروش گفتم که میگه که آزادی به مسابقه چی بدنید به ارزش که حداقل بذارید که خبر داشته باشید تو جامعه داره چه اتفاقی میفته که شما میتونید درست حکومت بکنید، این درست حکومت بکنید که کنترل درست بکنید یا اینکه به داد مردم برسید. یعنی شما این آزادی بیان اینجا یه ابزار میشه یا اینکه یه ارزش داره این وسط به نفع کدوم دو کفه، این به نفع مردم پایین میره یا به نفع حکومت؟ یکی هم که اون قسمتی گفتیم که وقتی اون تخیل هستش اون دوی این هستش جامعه به یک سمت شروع میکنه و یه هیجانی حرکت کردن که نتیجهش معلوم نخواهد بودش که همیشه رو به یه اشتباهی مثل مثلا انقلاب 57 میشه یا اینکه تاریخ شما داریم مثالی که نه یه هیجانی ایجاد شد و به سمت بهتر شدن رفت، نتیجه غیر قابل پیش بینی ولی خوبی بعد از اون اتفاق افتاده. من یه سوال داشتم با شما قسمت که ما فرمودیم که یه سری از روزنامه‌نگارا ارتباطشون قطع شده با ایران بعد از انقلاب و به همون شیوه و با همون تفکر قبلی ادامه دادن به کارشون. من همیشه اومدم توی اینجا توی جامعه یه سوالی برام که ایجاد شد اینه که با وجود تمام این پیشرفته‌ای که توی اطلاع رسانی شده الان ماهواره اینترنت اینا، من هنوز با کسایی که مدت زیادی بود یا مدت کمی بود اینجا بودن در ارتباط بودم، یه چیزی من خودم احساس کردم، یه بخشی از اطلاع رسانی من به نظرم، من حالا من نمیدونم اسمشون رو بزنم، اطلاع رسانی فرهنگی، یه جوریه که هرچ با وجود تمام این ابزار اطلاع رسانی ما یه بخشی از اطلاع رسانی نسبت به ایران رو از مثلا راه رفتن توی پیاده روی خیابون کسب کنیم، یعنی هیچ چیزی نمیتونه جای اون رو بگیره برای ما. راجب این من دوستاشم نظرتون رو دادم که ما این خلل آیا واقعا پر نشدنیه؟ به نظر من پر نشدنیه، یعنی تا الان من هرچ راجش به کم نتونستم برای جواب پیدا کنم چه جوری اون شناختم نسبت به جامعه ایرانی کوچه خیابونش بدون راه رفتن قطع نشه. خیلی حالا اون ماجرای خرداد 88 رو یه ذره میگم، ولی توجه داشته باشیم بحث نظریه، اون از بحث مدیاییمون دور نشه. ولی اون چیزی هم که تو گفتی خیلی به نظرم خیلی فرق نداشت، یعنی
صحنه رو اگه از تندروی‌های معمول دور کنیم و تبدیل کنیم به صحنه واقعی، یعنی بگیم که انتخاباتی برگزار شده، این انتخابات هم مطابق قوانین خود نظام برگزار شده، آدمایی که تو شرکت داشتن همون کسایی بودن که شورای نگهبان مثل همیشه انتخاب کرده بوده. خب تو جایی هم که ما اطلاع داریم آقای موسوی دو مرتبه دست کم با آقای خامنه‌ای صحبت کرده بود در مورد اینکه اگه شما راضی نیستین من نیام. این در واقع مستقیم از خودشونه و ایشون گفت بود من هیچ نقشی مثبت یا منفی نظری ندارم راجع به قضیه، فقط تنها چیزی که هست این هستش که شما فقط چیزی رو قول بدید که به اون قول وفادار بمونید. و باز از قول ایشون نقل هست که در آخرین دیداری که داشتن با هم دیگه آقای خامنه‌ای گله کرده است از ایشون، گفته که شما وفادار نموندید بخاطر اینکه شما بر اساس قانون اساسی قول داده بودید که کار کنید و بر اساس قانون اساسی قرار بود این پیش بره. قانون اساسی هم پیش بینیش این است که کسی اعتراض داره به نتیجه انتخابات به شورای نگهبان میگه و شورای نگهبان ازش میاد که در نهایت اینه که ولی دخالت میکنه، ولی فقیه به نظر میده، در حالی که در عمل شما من رو به اندازه سوپریم کورت آمریکا در دعوای بین الگور و جورج بوش قبول نداریم. 5 نفر رفتن تو اومدن بیرون گفتن این، اونم رفت، یه بارم نشدیم تا الگور بگی که من قبول ندارم، ولی شما در همین اندازه هم قبول نکردید، در حالی که مطابق قانون این همین روندش همین بود، این روندش بود. شورای نگهبان شکایت شورای نگهبان، شما به اینجا که رسید گفتید شورای نگهبان قبول ندارم، یعنی گله ایست که ایشون کرد. بحث میشه بحث درون حکومتی، ولی ما بحثمون درون حکومتی نبود. وقتی که چیز روز نزدیک شدیم 25 خرداد و بعدش عاشورای معروف و هستش اینا توی واقعا این بخش توی اینترنت هست سراغ بگیم، من روز قبل از عاشورا توی روزنامه آقای کروبی توی اعتماد ملی یه مطلبی نوشتم، عنوانش بود دلهوره دارم و نوشتم که فردا این داستانی که داره تو خیابونا اتفاق میفته اگه به خوشونت برسه ما باختیم، فرقی هم نمی کنی که کرده باشه، ما طرفداران صلح هستیم و طرف ضد خوشونتیم، بنابراین بریم مثل دو نفر که تو خیابون دارن با هم دیگه دعوا میکنن، کسی که بیرون نگاه میکنه که هیچ نمیگه کی شروع کرده، که میگه دو تا آدم بی‌فرنگ دارن گرمی زنن سر یکی ماشینش دست بود کردن. در این معامله تندروها و نیروهای فشار که ضرر نمیکنن، اینا که خب طرفدار همین راه حلن، ما ضرر میکنیم ولی چون ما طرف عدم خشونتیم، ما بازی رو نباید جایی ببریم که توش اتفاق بیفته، به خصوص که شرایط انحرافیش وجود داره. بچه های ما که در این حادثه زندان افتادن میگن که خب دو سه نفر بچه های مجاهدین رو گرفته بودن که به طور مشخص خودشون هم تو زندان به بقیه گفتن که مأموریتمون این بوده است که بیایم اونجا و تحریک کنیم، و خب طبیعی هم هست چون مجاهدین به حال در حال مبارزن با حکومت، وقتی که چند میلیون نفر بیان تو خیابون موقع خوبی سوبر قاطی نوشی طبیعی هم هست، یعنی عجیب نیست، اون هم کار عجیبی نکرد، هم کار زگرد کنه. توی همچین فضایی فهم این که این حادثه میره علیه ما میشه در اندازه عقل کوچه که منم گنجید، بنابراین نمیتونست دور از ذهنیت بزرگان باشه. آقای خاتمی هم تو درست گفتی کیوان، آقای خاتمی شب عاشورا آخر شب ساعت 1:00 بعد از شب یک اعلامیه ای داد و تو اون اعلامیه دعوت به صبوری کرد، ولی حاضر نشد که بگه نیاین یا بگه بیاین، هیچ کدوم نگفت، ولی دعوت به صبوری کرد. وقتی حادثه اتفاق افتاد، ولی این سوال اصلی وجود داشت که یادتون باشه شرایط منطقه رو یادتون نگه دارین، در سال 88 جنبش هایی که به وجود اومده بود یادتون نگه دارین، یعنی اینکه دریچه تب دنیا از اروپای شرقی جهتش گم شده بود، رفته بود تو خاورمیانه و تو خاورمیانه شروع شده بود به اینکه تو خیابون با یه تصادف یه گاری برمیگرده و اون یارو از اون بالا میفته، بعد هم میشه اصلا سبزی فروش نبود، نمیدونم حسن نبود، حسین نبود، این چی؟ بقیر فضاست دنبال بحانه میگم در یمن اینطوری شد دیگه. به حال شرایط هم شرایطی شده که هست و شبیه شرایطی است که در میدان تیانمن در چین شد، یعنی همه دنیا رو فوکوس کرد اون نقطه، خود فوکوس کردن همه این شرایط شرایط حساس کرد.
برای کی حساس کرد؟ هم برای اصلاح طلب‌ها که میخوان تحولات داخل حکومت بدون خشونت انجام بشه، که موضوع مهمیه. یعنی شما میخواین برید این کاغذ را از زیر این بطری بکشید بیرون بدون اینکه بطری بیفته. اگه بطری بیفته نقض غرضه، چون اگه بطری بیفته همه بلدن. اصلاح طلب‌ها میخوان برن این از زیر این بگیرن بکشن بیرون، این بطری نیفته. در یه همچین شرایطی شما توی شرایط حساس که طوفان داره میاد و اینا، موقع خوبی نیست برای این کار، این قابل فهمه. اون از اون طرف که میشه حکومت، حکومت هم که وظیفه اصلیش حفظ خوده، در یه همچین شرایطی حساس تر میشه، فکر میکنه که دامن این کار اومد که هوای منم آتیش بگیره. بنابراین اینا با هم میاد. به قول ایشون وقتی که شما هم یه همچین چیز ذهنتونه، طبیعتاً اون کسی هم که باید تو شورای امنیت ملی بشینه و بدترین گمان رو بکنه و بر اساس اون بدترین گمان بره راه حرکت کنه، اون هم به ذهنش میرفته که چطور این وسط نزدیک انتخابات یه سرگله بیمسی پیدا شد. یا اینا هم میاد میتونه با هم دیگه گره بخوره، بعد تبدیل به یه جریانی بشه که عملا شد، گرچه از توش ایران بیرون اومد، خب یمن بیرون نیومد، مصر دیدین که بیرون نیومد. مصر خیلی حادثه، خیلی مسئله قابل مطالعه ای برای دنیا. یعنی اون خلای اطلاعاتی که من ازش صحبت کردم، فاصله بین ریالیتی و توهم، اون فاصله تو مصر خیلی خوب خودش نشون داد، خیلی خوب خودش نشون داد. با توجه به اینکه مصر یک نیرو قاهره کارسازی شده توش وجود داره، مثل پاکستان، مثل ترکیه، که اینا تفاوتشون با کشورهای مثل ما این بوده که ما یه آدمی رو حالا در نقش شاه یا ولی فقیه به عنوان حافظ اون نظمه اون پشت داریم، اونا ارتش دارن، ترکیه، پاکستان، مصر، سوریه، اینا ارتش توشون کارگزاری شده برای اینکه همین کار انجام بدن، در نهایت مانعش میشن. توی همچین فضایی به خصوص توجه داشته باشین که به هر حال یک حکومتی آمده است، بدون اینکه قصد توجیهش داشته باشین یا قصد قبولش داشته باشین، یک حکومتی آمده در یه زمانی تصمیم گرفته است که شونه به شونه کنه، به اصطلاح از توی اردوگاه پروغرب خودشو بکشه به اردوگاه دیگه، از توی فرهنگ مدرن به معنی غربی شدن خودشو بکشونه به فرهنگ مسلمان شدن، اسلامی شدن، کل نقشه ژئوپلیتیکش رو عوض کنه و نقشه جدید ژئوپلیتیکش رو به جای اینکه در دوره شاه به اصطلاح نظامت یا ژاندارمری خلیج فارس بود به عنوان آبراه اصلی اقتصاد منطقه، حالا تبدیل کنه به ریاست نیروی پراکنده مسلمانان جهان. اینا هر کدوم از این تغییرات که داشت صحبت میکنیم به اندازه دست و پا بریدن مسئله داره توش، همچی ساده اتفاق نمیفته که این از اینجا بره اینجا. تو مصر تغییرات خیلی کوچیکتر از این داد، بالاخره سادات جونش رو گذاشت، بالاخره ازدارت اتفاق بشه. اینا به این سادگی نیست که شما اردوگاه قدرت رو عوض کنی، مرکز ثقل سیاست خارجی هم عوض کنی، ژئوپلیتیک هم روی مرکزی که وایساده تو مرکز مستقره به هر دلیلی بخوای عوض کنی و بعد این عوارض اتفاق نیفته، میفته. خب هزینه هاش هم خب 35 ساله که دو نسل از مردم ایران دادن دیگه، هزینه بالاتر از 10 میلیون مهاجر، 10% جمعیت مهاجر که قابل تصور نیست و بقیه بس. خب حالا در این همچین شرایطی همه اینا که جمع میشه، مسئولیت اون حکومت پاسدار این وضعیت رو بیشتر میکنه، دلهورش رو بیشتر میکنه، نگرانیش رو بیشتر میکنه. توی همچین حالتی برمیخوریم به یه چیزی به اسم مدیای مثلا. مدیایی که اگر که بیاد نقش واقعی خودش رو بخواد انجام بده، تضمینایی لازم داره. این تضمینا تا حالا نه در دوره شاه نه در دوره فعلی داده نشده. تاریخ 100 ساله رسانه های ایران جز 5 بار کوتاه مدت آزادی تجربه نکرده. چون نکرده، بنابراین ما نیروی تربیت یافته کار کرده در شرایط آزادی نداریم. شوخی نداره. سالها پیش مقاله یادتون میاد نوشته بودم در موقعی که ما موقعی که مدرسه میرفتیم تیم البرز شد تیم اول شنوی کشور. ما خیلی باد کردیم دیگه، اصلا قابل تصور نبودیم. کاپر رو بالا انداختیم، پایین افتاد، نفردیم، همه همون باش عکس گرفتیم، ماچش کردیم، فلان شب خودمون نبودیم، خودمون کشتیم.
یه ماهی بعد وزارت فرهنگ به ما پاداش داد. پاداش ما این بود که ما رو یک هفته دعوت کردن به سواحل شمال. ما رو بردن به انزلی و رشت و انزلی. یه هفته ما هم خوب خیلی قهرمان هم ملی شد. به خیال خود. رفتیم اونجا و اونجا تو اون مقاله نوشتم ما تا موقعی که نرفتیم و یکی از بچه هامون توی فاصله قاضیان تا انزلی غرق نشد تو دریا نفهمیدیم که ما شناگرای استخریم دریا بلد نیستیم بلد نبودیم ما قهرمان های کشور شنا در استخر روز هم نمیسی و همه حرفی دیگه هم همینطوری شما تا تمرینش نکرده باشید که وجود نداره که بود هوا وجود نمیاره شما تمرین نکردیم ما تمرین نکرده بود این که مثلا در سال 57 نیروهای مختلف هم از نیروهای طبقه متوسط تقریبا همه از پایین تا بالا همه دوچار سو تفاهم میشدن گفتن درس قبل عجیب هم نیست به خاطر اینکه خب تمرین نکرده بودیم یعنی هیچ وقت نکرده بودیم از اولی که اولین بخش قانونی مطبوعات ایجاد شد دوره مندلشاه بود دومین شماره رو گفتم درس پیش براتون دومین شماره روزنامه سوره سافیل آقای جهانگیر خان سوره سافیل شهید کبیر مطبوعات نوشتش که مادر پادشاه فاش است یعنی برای این تعبیری که از آزادی داشتیم در این زمان 12 سال بعد از انقلاب مشروطیت این بود که به مسک آزادشیم بریم به زن که نوه امیر کبیر بود و سر سجادم بلند نمیشد و زن خیلی چیزی هم بود سنتی هم بود بگیم فاش است حالا اصلا این چه کمکی به مردم ایران میکرد یه همچین گفته بویی مردم دفعه بعدم که آزادی وجود اومد باز همینطور شد این آزادی کشید شرایط بسیار خوبی بود 12 سال خوب بود برای کشور حزب درست شد انتخابات واقعی درست شد روزنامه واقعی درست شد مهمتر از همه پادشاه ترسیده بود دخالت نمیکرد توی چی کاری بنابراین مردم برای اولین بار خودشون نخست وزیر خودشون داشتن انتخاب کرد حزب ها شروع کردن همدیگه سران همدیگه رو کشتن به همین سادگی این زد برادرزاده بهبهانی رو کشت اونا زدن رئیس این که حزب رو کشتن اون رئیس اون رو زد اون رئیس این رو زد و همینطوری این داستان ادامه پیدا کرد این که جماعت فکر کنن ساده کنن قضیه رو که کرده ایم که انگلیس ها آوردن رضا شاه رو گذاشتن اینا این حرف شوخی ها یعنی شما با خود خانواده قاجار که صدمه دیدن توی این ماجرا صحبت کنین همشو میگن که در زمانی که رضا شاه اومد همه دست به دامن خدا شد تا که این نفر رو بسی جمع کنیم مملکت رو تو جاده نمیشد رفت خیابون نمیشد رفت ناامن شده بود فلا اینا بس مرورین بلد نبودیم خب زدیم چشم چارش رو کور کردیم بعد وقتی کور کردیم بعد شروع کردیم براش بعضا درست کردن که اینو انگلیس آورده بود اونو آمریکا آورده بود اینو آورده بود این کی این داستان تموم میشه؟ تموم نخواهد شد مگر اینکه ما یه دوره امکان بدیم ما که میگم مقصودم هم ما به معنی اهل لسانه است هم حکومت فقط حکومت نیست ما هم هستیم باید یه دوره امکان بدیم که اینو ببریم توی شرایط واقعی عمل کنیم یعنی بتونیم بریم توی شرایط واقعی ثابت کنیم که آزادی که دست میاد صرف بالا رفتن اکورنسی خبر میشه صرف تحکیج نمیشه ارزامن و این تصوری که مثلا توی بچه ها شاگرده خودم وجود داره به این که آزادی به معنی این استش که ما هرچی میخواه درباره هرکی داره میخواه بریم مثلا همون 6 ماه اول انقلاب نمیدونم یاد یعنی یه روزنامه های اون موقع اصلا دیدید و یعنی واقعا خواهش بکنم کسی علاقمند موضوعه این روزنامه های اون 6 ماه رو ببینید دیگه یعنی ببینید که در اون روز 6 ماهی که آزادی از روز اولی که شاپور بختیار نخست‌وزیر شد 37 روز بود اون تا 22 بهمن و بعد از اون تا زمانی که آیندگان تعطیل شد این فاصله 6 ماه هست. در این فاصله 6 ماهه که آزادی بود هر کی مجوزم وجود نداشت هر کی دلش می‌خواست میرفت یه چیزی در میآورد اینا من هم مجوزی در اون در آوردم تو اون سفر شما این مجلات هست نگاه کنید ببینید توش چند بار چی درباره خاندان سلطنت درباره وزرای سابق درباره
ثروتمندای سابق، درباره جنرالای سابق اینا گفته شده. پرفروش در این کتاب سال اردیبهشت سال 58 کتابی است به اسم پرون شوهر شاه. میتونید تحصیل زنید موضوعش چی بوده. بعد دو نفر پیدا شده بودن که بعدا تکسی شدن 8-9 نفر میامدن میگفتن ما گروهبانهای کاخ سلطنتی بودیم، آلبومهای تازه کشف کردیم. بعد اینا آلبومهایی میبردن به روزنامه برای فروش. آلبوم مثلا خاندان سلطنت کردن دریا با میکنیم یه چیز خصوصی. چه خریدار پیدا شده بودن این همه علاقه به این کار. شما تا موقعی که تقصیرهای بزرگ ماهاست به عنوان گزارشگران حادثه که هیچ وقت برای مردم ایران تا این لحظه ای که اینجا میشستیم پریوز در اوتوبای دو تکرانی هم گفتم اینا که به هر حال دوتا از معتبرترین کتاب های در این باره نوشته، ما هیچ وقت به خودمون و به مردم نگفتیم که در روزهای اول انقلاب تو مجلس علوی چی گذشت. هیچ هم نمیشد گفت، هنوز هم شاید نشد. اگر شرح این ماجرا رو گفته بودیم من تصور میکنم که بالاخره چند تا نتیجه عمده ازش به دست میومد، از جمله این که همه از بابت این که قانون مفقود بشه میترسید. گاهی اوقات من مثلا توی این حوادث که شد احساس میکنم که بعضیا دنبال این میگردن که دنبال وسایل ارتباطی، دنبال پول، دنبال چیزهای خلاف میگردن. همه زندان دنیا هست، یعنی این زندان تو دنیا نیست که یه همچین مرکز نشه. طبیعتا اون زمان هم هیچکی نمیدونه و سعی میکنن خیلی چیز باشه که نشه بسته نگهش. ولی حال تاجمه این که حادثه توی بندی اتفاق افتاده که فقط گروه های بچه ها دانشجو و گروه های سیاسی توشن و بعد حادثه به این سادگی نیست که، یعنی وقتی که شما گزارش اماد به خاور رو نگاه کنید اماد مثل هداست، مثل هدا صابر یکی از ساکت ترین، معقول ترین و آرام ترین آدمی است. یعنی اماد اگر زندان نبود شما مطمئن باشید که تمام رسانه‌های اپوزیسیون اماد رو برگیروش گفتن. اماد بچه اصلاح طلب آرام معقول در این حال حرف زور گوش نکنه مثل زیدآبادی آروم. ولی اصلا اینطوری نیستش که اماد مثلا با مأمور زندان درگیر شه کتککاری کنه. مثلا اکبر میکرد این گنجی ما در زمان ما که از مشکلاتمونی بالا با این پایندنه رو با گنجی بود یه بار بیه حادثه اینجوری درست میکنه تبشه. ولی مثلا اماد بهاوره که مثلا علیرضا رجایی رو که نمیشه تصور کرد که حادثه سازی ماجرایی بشه. ولی خوب شد پیروز. تو این وسط این حادثه رو با کمک خبر دقیق حتما میشه کنترل کرد، حتما تردید میشد کنترل کرد. شوخیه که تو شرایط فعلی ایران که بعد از این میدونید که بعد از این که اومدن اینا رو بچه ها رو زدند و همین کار رو کردن و حرفشون این بودش که دوست موبایل پیدا کردیم، وسایل ارتباطی پیدا کردیم، کوف زهرمار فلا اینو باشه همین کار رو کردن. اینا رو بردن بیرون، بعد اینا رو فرستادن توی بند دیگه ای، یعنی تو اون بنده که احیانا چیزهای قایم کرده باشن اونجا نباشن، یه جای دیگه باشن. شبی که بچه ها با بی بی سی مصاحبه کرد تو ببین برای چیز نیستش که بشه که سوراخاش یکی که بتونه کرد که تو ببین 3-4 هزار نفر زندانی هستن، زندانی عادی. و در زمانی که ما اونجا بودیم اگر اغراق نکنم بگم 3-4 هزار نفر، دست کم 2 هزار نفرشون آماده دادن سرویس ما بودن. یعنی ما اون ممنون میکرد روزنامه نداشته بشیم اینا از بالا و پایین از سوراخ این برنامه بر ما روزنامه میدونن یا مثلا خبر هم دیگر به هم دیگر برسن. اصلا عملی نیست. راه دیگه حکومت چیه؟ راه دیگه حکومت این است که زندان خاص درست کنه و مثل دورش کافه درست شد اون زندان کمیته و بگه اینطوریه. اونم نمیشه چون در شرایط فعلی کردن این کار یعنی ما زندانی سیاسی داریم و یه مشکل دیگه به وجود میاد. این ماجرا مثل همه ماجراهای دیگه سر و دومش تو همه. از دور به نظر ساده میاد، از دور به نظر میاد که ای حکومت چرا این کار نمیکنه، بره این کار بکنه، اینطوری شه. اینطوری نیست. در مقابل هر کدوم از اینا باید هزینه هایی بده. مثل 88 که اشاره کردی، 88 به نظرم واقعا یکی از نوشتم اینو
چیز نیست، خواصایی نیست، همون موقع نوشتم. یکی از اتفاقای عجیب و غریبه، یعنی واقعا سالهای آینده من تصور میکنم به این نسلی که خرداد 88 بود، ایرانی ها هم دارن افتخار کنن. 5 میلیون نفر اومدن تو خیابون و کل این 5 میلیون نفر ازشون یک حادثه عجیب و غریب از هر دو طرف دارم میگن اتفاق نیفتاد. این در حالی که جامعه به اندازه کافی توش تندرو هست، به اندازه کافی توش آدم وجود داره که برای دشتشت میفرسی بنزین میریزه، دائم روزنامه هاشون شعار میداد که بزنین، بکشین، فلان کنین، به همون کنین، ولی اداره شد. و این اتفاق عجیب و غریبی است، یعنی اتفاق خیلی مهمیه واقعا، خیلی مهمه. برای این که شبیه این اتفاقات پیش نیاد، راه حلش مثل ماریست که دومش تو دهنشه. راه حلش این است که رسانه رو تبدیل به رسانه آزاد کنیم، اما راه حلش اینه، اگر بخوایم این کار رو بکنیم، راه حلش اینه که 5 سال طرفین ماجرا با هم تعامل کنیم. یعنی هم ما به عنوان گزارشگران مسئولیت‌های کشوری که هزاران ساله هست ولی آزادی نداشته، تجربه نداره و این کار رو بلد نیست، مثل ما شناگرهای استعب مثل اون هست، هم ما این برش رو بدونیم، هم اون هم دچار این توهم نشه که هر بسته‌ای که میاد توش آمریکا یا پول فرستادن میگه یه بسته پیدا کردن تو خونه من، یه کیفی پیدا کردن که خیلی وقت پیش مثلا 20 سال 25 سال پیش من نمیم که یه سفری یه جایی رفته بودم تو امریکا دارم، بعد یه بسته مثلا هدیه مطبوعاتی داده بودم به ما، یه کیفی بود که بعد رو اون کیف نوشته شده بود کارتیه. میدونید کارتیه رو به فرانسه که میمیسن تش آر داره. این پسره میخون کارتر. بعد خیلی طول کشید تا ما بگیم آقا کارتر برسه برای ما نفرسه. یاد داشتی که اون طوره نشون میده که این خیلی قبل از کارتر بوده ما رفته بودیم. این دستی جنن دیگه دیگه کارتیه چند به ما ارتباط نداره مانی برندی نیست. مثلا اینکه از این شکل هم وسط اتفاق میفته. اما بیام به حرفای شما زده، این که گفت دایی جان ناپلون شدم برای اون حرف راجع به رسانه ها، نه شاید مثلا اولا که بی بی سی تا اونجا که من میدونم، من کارات بی بی سی نیستم، ولی تا اونجا که میدونم از سه سال قبل برنامه ریزی کرد، اصولا کارا در اونجا های دو طرف های دنیا خیلی بطی پیش میده، یعنی امسال برنامه ریزی میشه سال دیگه کامل جدا خیلی حساب شد و بررسی شد. 3 سالی بودش که تلویزیون فارسی بی بی سی بررسی میشود، یعنی اینطوری نبودش که خلاصه شده باشه. و در اون زمان هم که شد کسی فکر نمیکردش که در دوره دوم کسی بره به جنگ آقای احمد نژاد پوپولیستی که رأی مردم به نظر میرسید داره، در این حال تو جمهوری اسلامی سابقه هم نداشت که دوره دوم یه آدم قوی بره بخواد که دوره رو قطع کنه، این شد سابقه نداشت. برای این تصور همگانی هم برای این بود که شما خود تحلیل های همون روز انتخابات هم بشنوید، احمد زدهادی مقاله‌ای داره مثلا 5 روز 4 روز قبل از خرداد 57 یعنی آخر اردیبهشت میکنم که در چند جا چاپ شده، یه مقاله واحد است با این مضمون وارد چند جا چاپ شده، تو نظرش این بود که میرحسین موسوی توطئه آقای خامنه‌ایه، معتقد بود که این احمدی‌نژاد اومده و ضد مثلا روحانیت داره کاری میکنه، در این حال آدمی که مدیریت رو اینا میدونه کسای دیگه هستن، مخصوص کروبی کسای دیگه هستن و اون شانس کروبی اینا رفته بالا، در این وسط همین چیزی که میتونست بازی به هم بریزه حضور یادم مثل میرحسین بود، و بنابراین ازش تعبیر به این میکرد که ایشون تدبیر کرده برای اینکه میرحسین بمونه. و هرکی هم کسایی میگفتن که خب این تحلیل یه ذره کوتاه بیا توش نمیومد، تا آخرین بارم چاپ کرده بود ما هم آدمی نیست حرفش رو پس بگیره بایستاد بدم کنی ما حرف هم از مطالعان زندانه، ولی مقصد هم این که حرفای مختلف زدیم، چون اینطوری نبودش که حالا بی بی سی هم یه عقل کاملی داشته باشه که بتونه حدس بزنه که ویروس میاد بعد مقاومت میکنه بعد مردم میرن تو خیابون بعد دیگه دوست بشه. اما در مورد رسانه خارج که میگه کنترل داخلی هست، نسبیه دیگه، همه چی نسبیه، یعنی اینکه به طور واقعی این هستش که رسانه های آزاد، شما تو امریکا هستید میدونید رسانه های آزاد
قاعدتا آزادترین هن رسانه های به صلاح غیر حکومتی. ولی اگر در مورد تلویزیون صحبت میکنیم کجاست این تلویزیونه؟ چون تلویزیون به خصوص اگر مثلا رادیو اینترنت اینا بگیم میشه خرج نداره، ولی تلویزیون خرج داره. تا خرج داره بنابراین حامل منافع میاد پشتش. بنابراین تلویزیون در مقابل CNN میتونه فاکس نیوز باشه، یعنی نوکانا میتونن بیان برن جمع شن با هم یه درست کنم، ولی من نمیتونم. امکانش میتونه داره، نه اینکه کسی جلوشو بگیره کسی جلوش نمیگیره، ولی امکانش میتونه داره. تلویزیون کار گرونیه، خیلی کار گرونیه خصوص تلویزیون. ولی الان رسانه هایی که الان اومده یکی از مهمترین انقلاب هایی که ایجاد کرده خود فضای اینترنته. فضای اینترنت انقلاب ایجاد کرده، ولی به نظرم میرسه که هنوز باید یه 10 سالی صبر کرد تا بشناسیم کار کردش. چون الان که اینجا هستیم در مورد کار کردش دوچار مبالغه ایم. دیدیم که بعضی ها برد میذاریم که آقا در مملکتی که اینترنت وجود داره گوشی رو بر میداری از این برای دنیا با اون برای دنیا خواهد بود بسیاری مثل کلوش گرشتن. روز دوم بعد از یادتونه دیگه، روز دوم بعد از عاشورای 88 کل ماها در تلویزیون خارج از کشور یک دقیقه فیلم از تهران دریافت نکردیم. بس یعنی کل سیستم رو کشید پایین، انقدر ضعیف شد که اصلا به اینجا نمیبرد بیرون نمیبرد. بنابراین اغراق کردیم دیگه در مورد این نقشه. ممکنه در آینده بالاخره اینا یه جوری عمل کردشون بشه که مطابق طبعشون لیبرال هست، رسانه اصولا لیبراله، بنابراین اونجا بشه. ولی تا اون موقع نه نیستش. شما فرمودین که اون درست حکومت کردن آیا درست به نفع مردم یا درست به نفع حکومت؟ ببینید ما حالا مصداقی که بحث میکنیم داریم کلی میگیم. ببینید من باور ندارم که محمد رضا شاه، من به حال در اون زمان روزنامه‌نویسی هم می‌کردم، من نزدیکم اون رو دیدم، هر چیز برای خوش سفر رفتم. نه محمد رضا شاه نه آقای خامنه‌ای نمی‌خوان ایران رو بین ببرن. حتما. برعکس، می‌خوان ایران رو تبدیل کنن به یه سوئیسی که اونها هم به عنوان کسایی که رئیس اون سوئیس هستن مفتخر باشن. دنیا بهشون نوبل بده. دنیا نفر اول تایم بکنه. تعدید درش نیست، یعنی اونها هیچ بحث بر سر اون نیست. بحث بر سر این است که شیوه هایی که شما و ابزار دستت برای حکومت برمیگزینین به کجا میرسه. روحانیت اصولا از قبل از تاریخ همیشه اینجوری بوده که اون طبقه‌ای که اصطلاحاً بهش میگیم گنبنها باش نزدیک بودن، بنابراین گروه فشارش میشن اونها. امیدوارم به کسی بر نخوره. حکومت محمد رضا شاه هم در دوباری که از مرگ نجات پیدا کرد هر دوبار با همین وسیله بود، یعنی هم در 28 مرداد ناچار شد همین وسیله بیاره، چون در 28 مرداد همین اتفاق افتاد، یعنی هم ملکه اعتزادی اینا کشتن به صحنه. گروه های آماده ای هست، گروه هایی که به راحتی میشه خریدشون، گروه هایی که به راحتی میشه تهییجشون کرد. یکی این و دومی که توی این ماجرا هم مدیا، یکی از گرفتاری های مدیا ایرانه. ببینید جامعه ایران، حالا فردا که بحث تاریخ میکنیم امیدوارم اونجا بتونم اینو باز کنم که بشه دلیل اینطوریه با نمونه‌های تاریخیش. جامعه ایران در 500 ساله گذشته شده یک جامعه دینباور، یک جامعه دینباوری. جامعه دینباور نزدیکترین خط کنترلی که داره به طور طبیعی روحانیته. یعنی در دوره محمد رضا شاه دوباری که نجات پیدا کرد هر دوباره که دقت کنید روحانیت اومد کمک. بدون روحانیت نمیشد. به همین جهت هم اشتباه نکرد وقتی که سر 28 مرداد که رفت آقای بهبهانی مخالف بود که بره، آقای خونساری هم مخالف بود که بره. میدونین روز 9 اسفند معروف اونا آمدن رفتن در کاخ و جلوی شاه گرفتن که نره، چون تصورشون این بود که دکتر مصدق یعنی کمونیستا یعنی توده‌ای ها، پس بهتر نره. فقط یک کاشانی بود که اونور بود که کاشانی هم به سرعت اومد طرف شاه در مقابل دکتر مصدق. یعنی وقتی دکتر مصدق شاه باش نا
ناسازگار شد یا او با شاه ناسازگار شد، روحانیت رفت پشت شاه. وقتی شاه در روز دوم مهر سال 32 از روم، روز اول مهر، از روم برگشت به تهران، یعنی سوزایدی پیغام فرستاد که تشریف بیارید، یعنی دو سازده کلوستا شد، وقتی اومد چیز درخواستی که از دو طرف بهش رسید، یکی از داخل تهران، یکی هم از مادر خودش به اون موقع فرانسه بود، این بودش که شما یه راست نیا تهران، برو در نجف و برو به زیارت اعتبار کن. و ایشون رفت زیارت اعتبار و در اونجا مراجع بودی. مقصد اینکه اینها همیشه صاحب قدرت بودن. نسل جدید گاهی اوقات دچار این توهم میشه که این قدرت تو 57 به وجود اومد. قدرت از صفویه وجود اومد 500 ساله. یعنی از موقعی که تاریخ بخونید قسمت اتفاقا شیرین تاریخه، چون خیلی خیلی مهمه که این چه اتفاق افتاده، نشونه عظمت ایرانه. در وقتی که شاه سلطان حسین براسید شاه اسماعیل اومد و ادعای سلطنت کرد، تصور میرفت که ایشون میاد ادعای امام زمانی میکنه. تصور برید شاه اسماعیل مادر نصارا داشت، مادرش مسیحی بود و تو 14 سالی که قبل از که به سلطنت برسه در اردبیل در یه قلعه این خانواده اینا محبوس بودن، یک کشیش نصارا به خاطر مادرش در اون قلعه بود که معلم اینا بود و به اینا درس میداد. در اینجا تاریخ کاملا ساکته، کاملا ساکته، چیزی به ما نمیگه، ولی شما میتونید حدس بزنید که اون معلم نصارا یک الگوی شبیه الگوی بریتانیا داشت تو ذهنش. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه کاری که شاه اسماعیل کرد درست همون کاریست که انگلیس ها کردن، درست هم کار. یعنی بخونید تاریخ بریتانیا رو، نمیدونم فیلم خواهران بویلی بود کدومتون دیدین، اسکارلت جانسون بازی کرد با این خانم چیز با پورتمن تو اون ماری هشتم، اونه اینه که اون دو خواهران رو کشم کرد. ماری هشتم بزرگترین شخصیت تاریخی بریتانیا هست، ولی همون کسیست که 14 زنش رو کشت در همتون کور، و یکیش همین خواهران بویلی. آدم عجیب غریب بود. ولی چرا بزرگترین شخصیت تاریخ شده و این ملکه که 11 پشت بعد از او هست، ملکه فعلی با 11 پشت میرسه به او، چرا شده؟ به خاطر اینکه این سر همین ماجرای زناش که زن میگرفت و بعد خواهر طرف رو خواست بگیره و اینا، واتیکان اجازه میداد دیگه، واتیکان اجازه نمیداد. این عصبانی شد گفت من واتیکان قبول دارم، و این شروع استقلال بریتانیا است. یعنی این حادثه که یه روزی پای زد زمین گفت من واتیکان قبول ندارم، من واتیکان هستم. بنابراین یه کلیسای جدیدی درست شد به اسم آنگلیکان که الان 17 میلیون نفر طرفدار داره تو دنیا، از جمله اونجا تو بریتانیا و از جمله خود جزیره. یه مذهب جدیدی درست شد برای جزیره که رئیسش پادشاهه. این مذهب این بریتانیا رو حفظ کرده تا الان. یعنی این مذهب باعث شده که اینا در مقابل فرانسه و اطراف به هم پیوسته تر چسبیدن. این عین الگویی است که شاه اسماعیل، حالا این موضوع فردامون البته، این همون فرمولی است که شاه اسماعیل پیاده کرد در مورد ایران. یعنی کشوری رو که شاید 90% 80% اصلا درصدی از شیعیان در اون زمان جای صف نیست و حال همه سنی بودن، این با زور گفته میشه، شاید اقراق باشه، گفته میشه که در یک شب در تبریز دستور داد که تو مناره ها همین جعل معروف دیگه در اذان مسلمان ها علی ام ولی الله نیست، میدونید که حتما اصلا محمد رسول الله تموم میشه، دستور داد که علی ام ولی الله رو بگیر. بعد خب نمیگفتن مؤذن ها، از اون بالا میدونستن پایین. میگن در اون شب نوشته شده، حالا میگم ممکنه را باشه، گفته شده در اون شب 30,000 آدم کشت.
یعنی 30,000 نفر آدم رو کشتن و با این ترتیب این کشور رو شیعه کرد، اکثریت شد، قانون اساسی شد و شیعه شد و مطابق همون الگوی هانی هشت همون الگوی. و از اون پس این شیعه شیعه‌گری یک بخشی از ملیت ایرانی هست که تونستن این گربه رو نگه دارن. شما الان نقشه که نگاه کنید، این کشوری که این هم ضعیف بوده است، در اول همین قرن بیستم، در قرن بیستم گذشته، این کوچکترین قطعه این مجموعه بوده ایران. بالاش امپراتور روسیه بوده، اون طرفش امپراتور عثمانی بوده، این طرفش هم انگلیس ها از هند تا پشت دروازه ایران تو رو هم که دیتاشون دست کنید. آخر قرن بیستم بزرگترین قطعه منطقه است. این آسون به دست نیومده. یکی از دلایلی که این به دست آورده همون کاریست که شاه اسماعیل باش کرد، یعنی مذهب رو با قدرت به هم دوخت، به هم دیگه به قول فردوسی برامر کرد. این صحبت امروز اون نیست، ولی شاید این بخشش فقط قابل تناقشه تو بحث امروزمون که این پیام که ازش صحبت میکنیم، این پیام نمیتونه واجد دو تا امر باشه. یکی این که نمیتونه به طور مستقیم در مقابل باورهای عمومی بیسته. اینکه شما میبینید که این یارو صاحب تیم یه حرفی میزنه درباره که ازش بوی راسیسم میاد، راسیسم داشت البته، گفته بود شما با سیاه بینه این نامینه، یهو باعث میشه این آشوب به وجود میاد که حالا ملمیس بوسفرد سر تیمش و سر NBA چی میخواهد اومد یا چه حوادث شبیه. بخاطر اینکه باور عمومی اینه، باور عمومی امروز باور عمومی نیمه قرن بیستم نیست. در نیمه قرن بیستم تو مملکت سناتور مکارتی وجود داشته، یعنی آدم ها رو بابت دفاع از حقوق سیاه ها یا حقوق برابر با زن ها حس میکردن. شالی شابیه تحمل نکردن، کازار رو تحمل نکردن. این غالب بوده در اون شرایط. تو اون شرایط خبررسانی جنسی داشته، یه فرمی داشته. الان یه جامعه تحمل تبعیض نمی‌کنه، ازدواج همجنسا داره و حتی نمیشه به همجنس‌بازی به صلاح ایرادی گرفت، یه باور دیگه داره. نمیتواند رسانه، جنس رسانه اینطوری است. لیبرالیسم درونیش اینطوری که نمیتونه در مقابل باور عام قرار بگیره. دوم اینکه نمیتونه با حقیقت رابطه خودش رو رابطه متضاد قرار بده. استثناءهایی وجود داره، استثناءهای اندکی هم هست ولی وجود داره. یکی از اون استثناءها همین چیز که الان در مورد سوریه هست. در مورد سوریه خب صحنه‌ای که در اونجا داره میگذره صحنه دیو و فرشته‌ای که ترسیم میشه نیست. اگه شما دوست سوری داشته باشید باهاش صحبت کنید بهتون خواهد گفت که صحنه فعلی سوریه خیلی شبیه وضعیت ماست در سال 57. یعنی الان تمام تکنوکراسی، تمام سکولاریسم، تمام پزشکا، تمام ثروتمندا، تمام روزنامه‌نگارای سوریه طرفدار بشارن. توده است که همراه گروه‌های شدید مذهبی رفته و چون این مجموعه مشروع پراکندگی و ضعف آخرین پایگاهی میشه که با اسرائیل در حال جنگ هست، بنابراین بعدشون هم نمیاد کلن به صلاح دنیای پرو اسرائیل. به این دلیل کسی از این طرف دنیا بدش نمیاد که مجموعه اعراب که اونقدر الان ضعیف شدن که رفتن با اسرائیل گفتگو میکنن علیه جمهوری اسلامی و در حقیقت دیگه دندوناشون کشیده شده، یه دونه مونده. اون یه دونه هم دندوناش کشیده شده، بد نیست. ولی اگر تو عالم واقع میبینیم، تو عالم واقع خب صحنه اینطوری نیست. صحنه این انعکاس تکنوکراسی سوریه در جایی مطرح نیست. کمیابه، کم هست در دنیا مواردی که توی خبر یک همچین دیگرگونی و تناقضی بتونه شکل بگیره، به خصوص دنیای امروز که به حال اینترنت داره. خیلی کمه. به طور کلی در اکثر مواقع نمیشه. در اکثر مواقع اون چیزیست که در ویتنام اتفاق افتاد. در دوره ویتنام یه بار من یه دوره کوتاهی اونجا خبرنگاری کردم. جنرال بسم الله جوان‌ترین جنرال 4 ستاره امریکا شد فرمانده عملیات در سایگان. اومد تو سایگان، آدم تودروی بود، آدم جدی هم بود. اولین سوالی که مطرح کرد حرف خیلی خوب بود، گفت این خبرنگاری که از اطراف دنیا میان، واقعا هر خبرنگاری که از اطراف دنیا میرفت
باید میرفت سایگان خودشو به سرفرمانده آمریکایی معرفی میکرد. اگه اسلحه میخواست بهش اسلحه میدادن، کلاه خود میدادن، وسایل میدادن، یه محافظ میدادن، یه دونه جیپ بهش میدادن، وسایلی که برعکس میگیره و بره گزارش تهیه کنه. همه این گزارش علیه آمریکا بود. بعد در مقابل هر خبرنگاری که گیره بیاد کنگا میبرد، سر میبریدن، گروگان میگرفتن، تو تیغ میکردن، همه این کارو میکردن، ولی هرچی گزارش میاد به نفع بیاد کنگا. بعد دیگه راستمند صداش در اومد، گفت آقا ما چرا همینه سرویس میدینیم؟ حالا که اینطوریه چرا ما هر کی رو میاریم اینجا این همه بهش امکانات میدیم بعد هر چی مینویسه علیه ماست؟ این طبع چیزه، یعنی وقتی صحنه تبدیل میشه به تام و جری، صحنه تبدیل میشه به اینکه یکی میدوه یکی فرار میکنه، ذهن به طور اتوماتیک میره به دفاع اون مظلومه که داره درگیره. طبیعتا این اتفاق میفته، مثل فیلمایی که از دوره انقلاب ایران پخش میشد. سه بوی موضوع آخری است بگم، اینم که راحت رو خیلی موضوع پیچیده‌ست. من تصور نمی کنم که میشه در یه جلسه کوتاهی در اون راه حل، یعنی موضوع واقعا اینطوری نیست. منم مدعی نیستم که واقعا راه حلی میشناسم برای هم چیزی برای این وضعیتی دارم، اما به نظرم میرسه شاید به عنوان یک راه حل این است که ما اگر شرایطی پیدا کنیم که در اون شرایط نیروهای طرفدار آزادی ایران، اون نیروها بتونن از حالت 100% خارج شن، چون الان اینطوریه که نیروهای طرفدار ایران بخشیشون تصور میکنن حتما منو باید پادشاه کنن، بخششون تصور کنن حتما باید شما رو ببرن رئیس جمهور کنن، بخششون تصور کنن باید فلان کس رو نقض کنن، و سری اینا 100% شدن. چون 100% شدن متفارق شدن، چون متفارق شدن نمیتونن نیروی لازم برای ایجاد یک رسانه مثلا آزاد باشن، نمیتونن، مثلا طبیعت چون از بگیر. الان شما متعدد گروه هایی هستن که میان که یه مدیایی درست کنند اینا، ولی وقتی میان جلو معلوم شد نظری دارن، اون بغل دستی تعمل نمی کنن، یه تعمل نمی کنن، به در نتیجه اون قابلیت از دست میده. اگر ما قبلا بتونیم در یه شرایطی خودمون رو قانع بکنیم به این که 100% رو بتونیم تبدیل کنیم به 50% و از سر 50% بقیهش با هم حرف بزنیم، به نظرم میرسه که امکان پذیر هست. یعنی این راه حل خودجوش از میون این ماجرا بیرون خواهد اومد، وگرنه نه، شرایطی که به سر میبریم در حالتی که اون چیزی که شما اشاره کردید در مورد انحرافی ها اینطوریه، یعنی گفتم برای تا 72,000 تا خودشون فهرست دادن که سایت وجود داره در ایران که به نوعی از بودجه عمومی استفاده میکنه، 72,000 تا سایت تولید خبر میکنه، هم از خبرهایی که نیمه واقعیته یا خبرهایی که اصلا واقعیت نیست، و این توی دنیای آزاد بزرگ راه رسانه هم تو داره میگرده، و چون جنس گاسیب داره، گاسیب هم اصولا شیرینه، بعد از نهار میگن خوبه، زرش هم بد نیست، شیر میبخوره. بنابراین این درسته که میگرده و ممکنه ادعای اوغلا بدونن که بخش عظیمش افسانه است، ولی در این حال تاثیرگذار همیشه تاثیر داره. یعنی شما همه اون چیزی که مثلا کیهان می‌میسه راجع به آدم‌های مختلف، بالاخره بخش عمده‌ای می‌پذیرن، این حرف رو قبول می‌کنه. بخش عمده‌ای مخصوصا طرفدار کیهان نیستن، این طرفی ها می‌پذیرن. معمولا هر چیزی که علیه گروهی نوشته میشه، اون خود اون گروه می‌دونه که اون منبع غلطه، ولی در مورد یکی دیگه به همین منبع استناد منبع. اینو بهش میگن ابتذال مرجعیت، یا بهش میگن آشفته شدن سورس ها. سورس ها آشفته میشن. ما الان در این همچین وضعیت به سر میریم. قسمت اول هم ظاهرا من یه چیزی میگفتم که انگار فرضم بر این بودش که کتیبه داریوش در کرمانشاه هست، در حالی که نزدیک شیرازه، و اون که اونجاست حرفم این نبود، دوتا چیز دارم با هم قاطی کردم، به نظر اومد یه همچین تعبیری تو هر تم هست. 10 دقیقه دیگه وقت داریم ها، درست میگم؟ خیلی با هم درست. دو تا نکته اشاره کردیم، یکی این که زبان شاید عوض شده توی عصر اینترنت و اینا، تا یه جایی گیر کرده بود روی سعدی و حافظ، ولی الان یه جوری انگار یه گسستگی ایجاد شده توش، و
و این که این یه چیز بود، یه مورد جدا بود از یه مورد دیگه، این بود که خلل رسانه‌های داخلی قابل اعتماد، که خب حالا چه از نظر خبری چه از نظر سرگرمی. میخوام بدونم که اگر خب یه آماری هم جدیدن در مدیم که 70% مردم تهران ماهواره نگاه میکنن، حالا دیگه بمونه شهرستان هم احتمالا به همین نسبت، و خب چقدر از اینا مثلا تحت تاثیر میام فقط صرفا خبرم نه سریال های مثلا سریال های ترکی یا این کانال های جم تیوی هم و چیزهایی که وجود داره قرار میگیرن، نه خب خیلی 70% وابستگی به رسانه هایی که خارجیه. این آیا میخوام بگم به نظر شما این چقدر واقعا تاثیر داره توی فاصله افتادن بین مردم ایران با هم و بین مردم ایران با حکومت، و اگر این بشه یه جوری خلش پرشه، یعنی رسانه هایی ایجاد شه داخلی که قابل اعتماد باشه. کبته یک کم توضیح دادیم که به نظرتون مثلا 5 سال بیان، ولی خب حالا بیشتر میخوام اینم چه تاثیرهای بدی الان داره میذاره که من شاید نمیدونم، یا چه تاثیرهای خوب میتونه بذاره اگر عوض شده. خب بذارید به نظر من راه نجات مملکت از درون خود ایران باید مردم خودجوش مثل سال 88 مردم مصر که فرمودین گرسنگی باعث شد اینا به انقلاب کمک بکنن، ریشه مذهبی هم داشتن و اون گرسنگی باعث شد که انقلاب زود به پیونده مردم انقلاب بکنن. ایران هم همین شکل، ایران الان بدبختی و گرسنگی زیاد هست تو مردم، این گرونی، این بحث نمیدونم خودفروشی و اینا، و خودم یه ماه و نیم اومدم و دوباره برمیگردم و خودم مثل شما انقلابی بودم و کار ندارم حالا مصر و اینا بودم، منتها از درون اگر اتفاق بخواد بیفته باید از درون باشه، امیدی به بیرون نیست. درست بودم. خب اگه فرصت بود فرمایش ایشونه راجع به تفاوت ایران و مصر توی لول حکومت و ساختار نظام و اینا یکم توضیح دادیم، ولی واقعا بین مردم چه فرقی هست؟ چطوری میشه که مصر و تونس و یمن و حالا حتی سوریه این همه کشته میدن؟ من خیلی خوشحالم که این اتفاقا تو ایران نیفتاد، ولی چجوری تو ایران اینقدر سریع جمع شد این داستان؟ مردم چه تا فرهنگی تاریخی نمیشه که یه دفعه یک کشوری ترسوتر باشن کلشون به نسبت یک کشور دیگه؟ چی میشه که تو ایران به اونجا نرسید هیچ وقت؟ خدا رو شکر کنم. این به اطلاعات که شما داریم، ما 10% جمعیت ایران خارج و کمه رسانه و تلویزیون و ویبسایت هستش که قسمت اپوزیسیونه، توی بلیت ها و کشورهای دیگر یه این چیزی هست که یه حالا من نمیدونم زیاد هستش یا به نظر ما زیاد میاد یا تو سمت دنیا اصلا چیزی نیستش، یه مدل دیگه شبیه ما داریم که وضعیتش اینطوری باشه، یه جمعیت نخبه نمشه تقسیم کرده خارج داره، بعد اینقدر این نظرات دارن، تلویزیون دارن که با هم چیز دارن، زد و خورد دارن، نه اینکه حالا یه تلویزیون که هم راست دارن میشه، کشور دیگه هم هستش که و فقط خواستم سوال این دوستان رو دوباره تکرار بکنم که گفتن ما دسترسی به زندگی روزمره نداریم اگه خارج از این چارچوبی باشیم، مثلا یه رسانه خارج از کشور که در مورد ایران میخواد خبر تهیه کنه، اصلا اصولا خبرها خیلی وقتا در مورد اتفاقای خاصن، اما وقتی فقط یه سری در مورد یه سری اتفاقای خاص مرتب تصویر سازی بکنیم، تصویرمون خیلی تصویر کاریکاتوری و لزوماً نزدیک به واقعیت زندگی روزمره نیست. چه شکل میشه این شکاف بین این دور بودن و زندگی روزمره رو پر کرد؟ مرسی. عرض کنم که بذار من فعلا سوالی جواب ندم، بعد میگم چرا. بذار دوم شروع کنم.
اینکه رسانه‌ها قابل اعتماد در داخل یا اینکه درصد ماهواره هند و اینکه اینا تاثیرشون چقدر داره، این 71% که تو اشاره کردی به این اون بخشایی از غم انگیزی قصه است، اون چیزی که آدم رو دور میکنه از واقعیت. دلیلش این هستش که، یا یکی از دلایلش این هستش که آدم به طور طبیعی یک ذر مقابله داره با خبر بعد، یعنی دوست نداریم که بشنویم که مثلا من بشنوام که برادرم کلا برداره، میدونم ها دوست ندارم بیم. این چیزا خب چیزا حسیه، درونیه. این واقعیت که جامعه ایران تا چه اندازه جامعه دین‌باور هست، این یه موضوعی است که میشه در واقع حرف زد، ولی به هر حال نمیشود که به طور کلی انکارش کرد. اینکه جامعه ایران به طور متوسط، البته 100% نیست، چیزی از اوریج جامعه دیگه نزدیک محافظه‌کارتره، این یه چیزی است که نمیشه انکارش کرد. جامعه ایران محافظه‌کاره خیلی. اگه شما مثلا خود من نمیدونم شما میدونی یعنی زنی بود در اول انقلاب، شما زهرا خانم نمیدونم شما شنیدی یا نه، زنی بود پیش خدمت دانشگاه بود، زهرا خانم میگفتم جلسه پیش هم یه اشاره بهش کردم، زهرا خانم وقتی ما رفتیم دادگاه در همون اول انقلاب شکایت خود زده، وقتی رفتیم دادگاه تو دادگاه حرف با مزید زد، گفتش که من چهارم آبان همین امسال رو هم جشن گرفتم، دوست عبادت شاه رو. این پر سرصدا ترین طرفدار جمهوری اسلامی بود، یعنی به همه تظاهرات حمله میکرد، تظاهرات ملی ها و این و اون، و شده بود چهره اصلی انقلاب. و در موقعی که داشت حرف میزد زمستان تموم شده بود، فروردین 58 بود، ولی به حال برای ما فاش کرد که تا چهارم آبان سال 57 هم اینقدر طرفدار شاه بوده که چراغونی میکرده خونش روز تولد شاه. این حادثه نبود که به تدریج اتفاق افتاده باشه. در سه پیش گفتم این خلای اطلاعات یه انگار یه کوری به قول مسلمان های اعما به نفسه بود، یه کوره به درون، کوری به درون شد، دیده نمیشد. که شما شنیدی که شاه روزید فطر رفت با هلیکوپتر اون بالا و عصبانی شد که ضبط شده همه جا، افسانه نیست، واقعیته. واقعیت این بود، یعنی وقتی رفت و دید اینقدر جمعیته، گفت چی شما میگی 6-7 نفره؟ و بنابراین انگار که در یه زمانی که این حادثه اتفاق میفته، اصولا تمام سیستم های کنترل و اصلا انگار که تمام سیستم ها مثل همین هواپیمای مالزی بود که رفت، میگن یه منوئلی دستگاه جهتیابش از کار افتاده، انگار یه دستی رفته این رو بسته، این یه جای اقیانوس رفته پایین، کسی نمیدونه کجا رفته. انگار توی همچین شرایطی تو خلای اطلاعاتی این اتفاق میفته، یعنی یه مرتبه یه آدم نسبت به مسائل یا یه جامعه نسبت به مسائل انگار کور میشه، انگار قفل میکنه پشت ذهن، فکر نمیشه راجع به افعالی که صورت میگیره. حالا رسانه‌ها که صحبتی کردیم، رسانه‌های قابل اعتماد داخلی، اتفاقی که تو میگی افتاد بعد از 2 خرداد، کشمکش عجیبی بود بین بسیار طرفداران نظام و آقای خاتمی. ما به حال تو جریان قبل از که آوریم زدیم، بیشترین حرف این بودش که اینا را اگه آزاد بذاریم ارزش‌های اسلامی از دست میده، بیشترین حرف این بود. آقا خاتمی واسده بود میگفتش که چرا بالاخره این بچه‌ای که الان هستن این بچه‌ها خودمونن و فلان، اینا همه بچه مسلمان هم راست هم بود. بنابراین اولی که جامعه به وجود اومد، خب جامعه همه سرانش بچه مسلمان بودن دیگه، شمس وایزی بود، جلای کور بود، محسن سازگار بود، همه بچه مسلمان. اینا درست شد، اینا پیغام فرستاد، ما هم رفتیم. بعد هیچ چیزی هم در روزنامه اگر شما دقت کنین، جز اینکه روزنامه بازی بود،
روزنامه بود که اولین شمارش اون عکس کس رایان بود، عکس اون دختر روستای شیرازی گویا، دختر ایلیاتی، عکس خوشگلی بود، دل بلباز بود. هیچ هم غالب شکنی، سنت شکنی، این حرفا توش خبر نبود. اما در یک زمان کوتاهی جناح راست احساس کرد کل فضای رسانه‌ای را دست داد. یعنی اینا حدود 20 روزنامه داشتن، هیچ کدوم نمی‌خرید کسی. همه بند کمک دولت و دستگاه دولت بودن. یه مرتبه جامعه اومد و از دولت چیزی نخواست و به محصی که منتشر شد 300 هزار تیراژ بود. یهو اینا وحشت کردن. یعنی احساس کردن اصلا کمند این قضیه در دستشون خارج میشه و اینا به این صورت که میرن دنبال مدیاهای دیگه ای خواهند گشت و رفت. در اون زمان کمترین زمان رجوع به برنامه خارج از کشوره. کتاب همینقدر که 4-5 درصد کتاب امکانی پیدا کرد که در داخل منتشر شد دوره مهاجر نبود. خب دیدیم چه اتفاق افتاده، واقعا طور عجیب غریبی وضعیت تغییر کرد. بنابراین تغییر میکنه. اما اینکه الان 71 درصد خونه ها دیش داشته باشن در مقابل آمار 76 درصد فارسی بان و تلویزیون ترک است. یعنی این 71 درصد اکثریت رقم بالایش در جستجوی خبر نیستن. بنابراین نه تلویزیون های مثلا اپوزیسیون، نه بی بی سی، نه صدای امریکا الان بچه ها اگه دیده باشید هفته پیش گفتم تو بیسید مثلا این جایی رو کشف کردن، یه هیچستان کشف کرده که بچه های خبرنگار خوب تهران شیده لالمی در وسط شهر تهران واقعا غم انگیزه. مثل دوره های دوم زمین شناسی و این خونه های که همشون پلاستیک ساخته شده بعد میگه پاله همشون ولی دیشه. تصور نکنیم اون دیشه میرون میشه مثلا زنبان مردشون درسته. به این مناسبت اگر بپرسید که این خدمت به کی هست، قطعا این خدمت به اومد آزادی عمل برای همینه. خدمت به خود یه بخشی از جامعه سرویس بهش داره میرسه و این سرویسیست که به آن داره بهش میرسه. اینه که اون رو نمیشه به حساب این گذاشتش که اون بخش نارس. هم سوالی بود که میگه چرا ایران، چرا اونجا آره، چرا ایران نه. شاید حرفای خوبی نباشه این حرفایی که میزنیم، ولی به هر حال ببینید تو مجموعه این کشورهای اطراف ما که نگاه کنید، ایران مثلا از نظر وضعیت زنان با وضع غیر قابل مقایسه ای از بقیه جدا و اندازه ای که جلوش قابل مقایسه با وضعیت کشوری مثل ترکیه حتی نیست. یعنی ترکیه نه به اندازه ایران استاد دانشگاه داره، نه به اندازه ایران 60 درصد دانشجو رشته تخصصی داره. همچین اتفاقاتی نیست. از تو شهرهای بزرگش که میایم بیرون، ترکیه رو به عنوان مثال موفق میگم، آخه تغییر کرده سال اخیر. از تو شهرهای بزرگ که میایم میرین تو روستا که اکثریت جمعیت اون جهان داستانی، یعنی شبیه دوره قاجار ایرانه. الان شما تمام زنای عرب که تعدادشون هم کم نیست توی اروپا فراهم می‌بینید که هستن، اینا همه‌شون روسری مانتو هن. اصلا اینا قبل از انقلاب ایران روسری مانتو سرشون نمی‌شدن، همه زیر نقاب بودن، همه از سر تا پا پوشیده بودن. یعنی شما تو هر روز که می‌رفتین یه آسانسور وجود داشت که اینا می‌رفتن با روبنده و از سر تا پا پوشیده. این مد فشن رودو درایو تهرانه که گسترش پیدا کرده، رفته اینا رو همه چیزای دنیا نسبیه. شما وقتی کسی رو از زیر یه برقه بلند میکشیم بیرون، تحویلش میکنیم به این که مثل این خانم زن حاکم قطر، این شیک بگید نماینده دیور هم هست و البته پسرش شد به امیر، یا لطیفه این شاهزاده های اماراتی و اینا اومدن، اینا تمامشون تو الگوی زنای ایران چیز شدن. نتیجتا شما اگر با منطقه، با زبان منطقه صحبت کنید،
اینطوری نیستش که انقلاب منطقی اون موقعی اتفاق میفتن که جامعه از حکومت عقب افتاده تر میشه. یعنی داریم مثل شاه، مثل حکومت شاه، یعنی حکومت حرکت میکنه به طرف مدرنیزم، تند میره، جامعه نمیکشه همراهش بره، میره طرف اخوان مسلمین، تند میره، جامعه نمیکشه، میره طرف اردوغان. معکوس این که نداریم که، چون نیرو نیست، نیرو فقط تو اونه، تو اون بخش از جامعه است که نیروی بیرون اومده تو خیابون آماده کشتن و کشته شدن اینا، تو اون نیروی، تو ریاکشنریست، تو مدرنیست که همچنین در هیچ جای دنیا مدرنیسم انقدر سرباز نداره که بره خودشو بکشه به خاطر اینکه میخواد مثلا مملکت مدرن شه. چیزی نه، همچین تجربه نداریم تو دنیا. از اون ور داریم، یعنی از اون ور اتفاق میفته. بنابراین انقلاب منطقه‌ای انقلابی است که از اون ور میره. در مورد چین، در مورد مصر این که عرض کردم خیلی اتفاق مهمی است، به خاطر اینکه با وجود اینکه صدای آمریکا در اومد، با وجود اینکه خلاف ظاهر دموکراسی بود کاری که جنرال السیسی کرد، ولی به حال کرد، به حال شد، به حال تحمل شد که ارتش برگرده به وسط قرن 29 بیاد دوباره نقش بازی کنه. امریکا پدر خودش 60 سال در آورد که این حادثه که ارتش ها اون پشت با امریکا ارتباط داشته باشن، کمک نظامی بگیرن و دیکتاتوری کنن، از پینوشه بگیر تا تای اروپا، آسیای میانه تا خاورمیانه، اینا رو جمع کنه. الان دوباره اینا برگشتن اون السیسی بیاد، ایران خیلی وضع غم انگیزه. بنابراین وضع مصر خوبی، وضع خاصی است. اما در مورد ایران که میگی، خب ایران پتانسیلاش مطرحه. ببینی یه معامله خیلی بزرگی تو انقلاب ایران صورت گرفته که تو آمار فقط خودش نشون میده دیگه. ما 13% دانشجوامون در سال 56 که آخرین سال خوبه، یعنی استیبل دوره شاه هست، دانشجو زن بودن. ما مدارس عالیمون در قم، در یزد، حتی در حاشیه اصفهان اصلا دانشجو زن نداشت. تو خود اصفهان داشتیم، ولی مثلا توی نجف آباد که تازه یه دانشگاه درست شده بود نداشتیم مثلا. چرا؟ به خاطر اینکه عامل بازدارنده که حکومت نبود. حکومت که ترویج میکرد که زنها بیان، اون پدره و آخوند معلب و اینا بودن که نمیذاشتن. وقتی انقلاب شد همقدر که این چادر را انداخت سر این خانم ها، اونا پشت زیرش آزادی عمل از جهت خانواده به دست آوردن و در نتیجه اون باعث شد که یه این 12% اومد شد 52% همه ترسیدن. هنوز این ترسه هست. به این دلیل این وضعیت درونی جامعه ایران نسبت به وضعیت اطراف چیز نیست. یعنی اول نسبت مهاجرا که گفتی، من تا اونجا که میدونم هیچ کشور جنگ نکرده ای در دنیا نسبت 10% مهاجر بیرون نداره. یک، یا دست کم تو 50 سال اخیر نمیشناسم چیزی. دو، اون چیزی که شاید از این نظر مهمتر باشه اینه که ایران جز مثلا فرض کنید 20-30% از جماعت که اومدن که حاصل جنگ‌های داخلی است، یعنی حاصل جنگ‌های با مجاهدین و جریان کردستان هست که به صورت کارگر اومدن از کشور بیرون و بیشتر اسکاندیناوی و آلمان جذب شدن، از اونایی که بگذریم بقیه مهاجرین، حتی مهاجرین دهه‌های اخیر، از متوسط به بالای جامعه بودن و از نظر تحصیلی هم همینطور، از نظر تحصیلی هم در 15% بالای جامعه قرار داشتن. و این نیروی عجیب غریبی است. تمام کسایی که درباره ایران مطالعه میکنن، از جمله فرید زکریان به من میگفت، دارن اینجا نوشته پارسال، میگفت تنها کشوری در خاورمیانه که این نیرو رو داره که در یه شرایط به اصطلاح استیبل و در این حال آزاد یا نیمه آزاد بتونه جامپ بکنه، ایرانه. اونم به دلیل این همه نیروی کوالیفاید در بیرون از کشور، یعنی جذب کردن هر کدوم از این نیرو. البته الان، همین الان که اینجا واسدیم، هم در موجی که دوره خاتمی جذب شد، هم موجی که دوره احمدی نژاد جذب شد، هم موجی که الان جذب شده، موجایی است که تو هر کدوم از این موجا که
بخیر دولت میاد و میگه بفرمایید دو فلان اینا، یه گروهی میرن و کم هم نیستن. حتی دوره احمدنژاد هم تعدادشون زیاد بود، در یه سال یادم شد 80,000. ولی مهم این هستش که نمیمونن، یعنی مهم این هستش که از حق آزاد رفت آمد خودشون استفاده میکنن. موقعی ازشون به عنوان نیروی فعال چه در زمینه سرمایه گذاری چه در زمینه علمی میشه یاد کرد ازشون که برن و بخوام بمونن. یعنی مثلا اون که پزشکه بخواد بره بمونه، این اتفاقی است که در یه دوره‌های از تاریخ ایران افتاده، از جمله در خود انقلاب. خود انقلاب موقع که اتفاق افتاد تقریبا میشه گفتش که بیش از 50% بچه‌هایی که توی کنفدراسیون بودن و درسشون یا تموم شد یا نصف کاره بودش و اینا اومدن ایران. یعنی هر کدوم از این موجای جا به جایی ها خودش واجد یک گنودار اکثر افر است. این توی نیست که فقط اگر از این بر باشه یا از این بر باشه جذب میکنه، تو هر کدوم موجا جذب میکنه. ولی مهم اینه که موقعی میتونه به صورت سرمایه ملی اسد در بیاد که بمونن، یعنی با تدبیر این آمده باشن که بمونن، مثل بعد از انقلاب که آدم ها اومدن با تدبیر این که مملکت دیکتاتوری آزاد شده فلان، فکری که در اون زمان سرشون بود که بمونن. اما بدبختی که بحث ما مربوطه اینجاست که در مورد مدیا یه همچین نیروی وجود نداره. یعنی اگر بخش پزشکی بریم ده ها هزار نفر هست، بخش مهندسی بریم ده ها هزار نفر هست تو همه بخش های دیگه، ولی در مورد بخش مدیا ما نیروی که در یه شرایط خاصی بتونه برگرده ایران با صحنه مدیا ایران رو عوض کنه نداره. اینقدر کمه که میتونیم بگیم نداره مثلا. مرسی.